بینندگان عزیز، با سلام به شما و با تبریک سال نو، سال 1399، و با این امید که سالی بهتر در انتظارتون باشه، چون سال 1398 واقعا سال بدی بود، بد آمد، بدم به پایان رسید با سیل در شیراز و شهرهای دیگه، با اتفاقات ناگوار، تظاهرات، سقوط هواپیما و آخرم با این کرونا که دنیا رو به حالت توقف در آورده. و اما این ماجرای توقف دنیا رو شما چگونه میبینید و چگونه دست سیاستمداران رو در این کار میبینید که هر کدومشون به نوبه خودشون دارن تلاش میکنن که این رو گردن دیگران بندازن و خودشون رو از این مهلکه بیرون بکشن. از جمله ترامپ شارلاتان در آمریکا که 7 هفته همینجوری امروز و فردا کرد، بعدن آمد با پررویی، با دروغگویی که فقط مختص این هست و دیگر دیکتاتورهای احمق و نادان، آمد گفت من از همون روز اول میدونستم که این به اصطلاح واگیر هست و مصری هست و در سراسر جهان پخش میشه اینجور و اونجور، ولی خبرهای خوب این که بعد از تجربیاتی که اینها در سالهای گذشته، از ماجرای به اصطلاح در 100 سال گذشته، شاید هم بیشتر، از 1918 اون آنفولانزای اسپانیش، آنفولانزا که نباید بگیم چون میگن که این تو کره زمین، کره زمین هم مال همه ما هست، حالا اینو چرا بگیم ویروس چینی، اونو بگیم اون و اینها. و البته باز در این رابطه طرف گفت که کسایی که میگن این ویروس چینیه برای که میخوان مسئولیت خودشون رو بندازن گردن دیگران و ترامپ رو مسخره کردن، چون خبرنگارام ازش پرسیدن آقا این چیزی که تو میگی نژاد پرستیه، چرا اینجوری میگی یا اینها، و این با همون سماجت نادانیش، چون تنها نادان ها هستن که سماجت پافشاری میکنن، اونایی که دانا هستن میگه شاید من اشتباه کنم، خلاصه با همون سماجت نادانیش گفت نه خیر، از چین آمده و ویروس چینی است. چینی ها گفتن این آمریکا درست کرده، پخش کرده، خواسته چین رو داغون کنه. حالا بعد ماجرا ها میدونی، بعد 30-40 سال 50 سال میاد بیرون، حقیقت آشکار میشه. تازه اون موقع هم یه سری باز سر حقیقت میجنگن که نه خیر این دروغه، چنین و چنان. ولی تجربیاتی که اینا دارن، اون ماجرای سوشال سکیوریتی، ماجرای زندگی، این که هممون مثل این که در یه ده زندگی میکنیم باید به هم کمک کنیم، الان باعث شده که حدود فعلا نفری 1000 دلار به افراد بالغ، نفری 500 دلار به افرادی که زیر سن 18 سالن بدن. و جالب بود، پتیک برای من نوشته بود که آقا اینا میگن ما 500,000 دلار یا یه چیزی خلاصه در این رابطه میخوایم بدیم، مگر جمعیت آمریکا 500 میلیون نفره. گفتم نه عزیزم، تازه 330 میلیون نفرم که هست، همه که بزرگسال نیستن، همه که نفری 1000 دلار نمیگیرن. 330 میلیون رو ضرب در 1000 کنید ببینید چند میشه. خیلی هاشون 500 دلاری میگیرن، ولی یادتون باشه باز برمیگردیم به قلدرا، به زورگوها، به دیکتاتورا، به نادانها و کمدانهایی که فکر میکنن زیاد میدونن. آقای رضا شاه قلدر، سربازی آمد شکایت کرد که آقا این حقوق ما که کمه، تازه شما وقتی هم میدی دست اینا به دست ما میرسه چیزی نمیمونه، اونم بدون اینکه خجالت بکشه از این سربازا عذرخواهی کنه، بره مسئولین رو پیدا کنه. بلند شد با اون مغز نخود مغز، میگن مسکه شمالی ها میگن نخود مغز، با اون مغز نخود مغزش یه تیکه برف و برداشت و گلوله کرد و داد به این سربازا، گفت بده به اون، بده به اون، بده به اون. گفت نگاه کنی اول چقدر، گفت بله اینقدر، گفت حالا نگاه کن چقدر، گفت شده اینقدر، گفت همینه. ای خاک بر سر رهبر. اون شعر هست میگفت پدر ملت ایران اگر این بی پدر است، یکی برای من اینجا بنویسه. فیسبوک متاسفانه سیستمش عوض شده، من هنوز نتونستم باهاش خوب آشنا بشم، حتی اون قسمتی که ما تا روشن میکردیم شما دوستان رو دعوت میکرد الان از بین رفته، باید یه جوری پیداش کنم.
پس به همین خاطر از شما خواهش میکنم دوستان، شما لطف کنید و این برنامه ها رو با همدیگه شیر کنید و اونم با اون یکی شیر کنه و الی آخر. یه داستانی، نه به قول آقای لادن زبان زد، ما میگیم ضرب المثل زبان زد، اینجا میگن old saying یا هرچی هست، که میگفت بلا از آسمون تیر از خراسون، که اینو بعد عوض کرده بودن چیز بدی جاش گذاشته بودن، حالا اصلشو نمیدونم. بلا از آسمونی که دیگه ما الان داریم میبینیم با هواپیما، کرونا میاد کرونا میره، این بلای آسمون، ولی تیر از خراسون اون چه تیری بوده که بعد تبدیل شده به یه حرف بد بمانه. ما دیروز نشسته بودیم، خب دوستان ایرانی هم لطف دارن، همه پیشا پیش و در هنگام و پسا پس تبریک میگن. تو کار ویدیوگرافی و دوربین و تهیه فیلم و اینا سه قسمت دارن، میگن پری پروداکشن، پروداکشن، پست پروداکشن، یعنی کارهایی که قبل از تولید برنامه انجام میدی، دعوت مهمون، درست کردن صحنه، ماجرا چیه، نوشتن، اینها پروداکشن، اون کاری که تولید میکنی با ویدیو و اینها، و پست پروداکشن، کجا اشتباه کردم، ورش دارم، چه چیزی رو میخوام روش بنویسم، مثلا بنویسم. ملت اگه از روی یوتیوب نگاه میکنید حتما سابسکرایب کنید و حتما اون ناقوس یا زنگوله بغلی رو بزنید، که اینم واقعا من نمیدونم یوتیوب، فیسبوک، توییتر، این بچه های جوان که حالا دیگه هم بچه نیستن، ولی چجوری هر روز اینو عوض میکنن و دوست دارن که اینو از اینجا وردارن ببرن اونجا گمش کنن. آقای یوتیوب شما میزدی سابسکرایب، براتون میومد که آقای سعید از کالیفرنیا امروز ویدیو درست کرده گذاشته، حالا سوربی میخواد ببینه، میزنه نگاه میکنه، نمیخواد ببینه پاکش میکنه. حالا نه، برو بغلش، سه قسمت دیگه داره، اینجوری میخوام، اونجوری میخوام، شب بیا که روز نیستم خونه، روز بیا که شب حال ندارم، از این اوضاع و احوالا. ولی خب انجام بدید، و ممنونم که ما با همین تلویزیون کوچولو حدود 20,000 نفر اینجا و اونجا داریم. برید نگاه کنید اون تلویزیونای بزرگ سابسکرایبرهاشون بالای 500-600 تام نیست، ولی ما بالای 2000 هستیم. از این بابت هم از شما ممنونیم، و اگه به دیگران هم به اصطلاح لطف کنید و بگید تلویزیونی هست به نام تلویزیون مردم و شخص دیوانه هست که میاد از عمرش و وقتش و پولش میذاره فقط به این دلیل که فکر میکنه حقیقت رو باید بگه، من ازتون ممنون میشم. سوربی با مردم، تلویزیون مردم، یادتون باشه، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. سال نوه، عیدی یادتون نره، اونایی که احتمالاً نتونستید در سال 1398 به هر دلیلی به جای دیگه کمک کرده بودید، ما ته لیست بودیم یا ما رو ندیدید یا گفتید نه آقا این خیلی توپل شده بهش پول نمیدیم، امسال ما رو در لیست خودتون قرار بدید. اجازه بدید تشکر کنم باز از آقای سعید خان که این شعر رو گذاشت، از میرزاده عشقی: پدر ملت ایران اگر این بی پدر است، بی پدر است، به چنین ملت و گور پدرش باید ریگ. اینو توی گوگل بزن، لینکشو بیار، شعر بزرگشو اینجا لینکشو بذار. ممنون و متشکرم. سعید میگه آقا تا ای به ما حقوق میدادی دیگه چی کار میکردی؟ اتفاقا وقتی بی حقوق برای یه کسی کار میکنی اون جاب دیوتیت فرق میکنه، از A تو Z، ولی وقتی حقوق میگیری ساعت کارت معلومه، و دیدی وقتی که از ساعتی ورد میدارن از سالاری میشی، پدر صاحب بچه در میاد، همه رفتن خونه، تو اونجا داری مرتب میکنی، تمیز میکنی. من وقتی میرم یه جایی طرف میگه من منیجرم، دلم براش میسوزه، فکر نکنید یه آدم رفت چون باید همه کارو کنه. برمیگردم به اون قسمتی که دیروز ما نشسته بودیم، این دوستان پری پروداکشن یا پری نیویر، یه نفر 35 نفر برای 35 نفر تکست فرستاد. اولا به نظر من این کار اشتباه و غلط و غیر اصولی، غیر فرهنگیه. میدونید بعض چیزا غیر قانونیه، بعض چیزا غیر، چی میگن تو ایران میگفتن از لحاظ قانونی و عرفن و شرعن، اینجا میگن مورالی و لیگالی. ببینید شما وقتی مثلا 35 نفر رو میشناسی، اولا من نمیدونم اینایی که یه تکست رو برای چند نفر میفرستن برنامه هست که اینو نگه داره برای دفعات دیگه، یه گروهی باشن، چون من برای خانوادم که میفرستم، برای
پسرم، عروسم، دخترم، دامادم، همسرم که میفرستن، این 5 نفر هستن، تا اسم یکشون میزنم میگه منظورت این بود، خلاصه برای اونا میفرستن. ولی اینی که 35 نفر رو شما با شماره تلفنایی که اینا به هر دلیلی به شما دادن، یه روز آدرس بهت داده، یه روز تو به اون آدرس دادی، حالا این شماره تلفن‌ها رو برداشتی بدون نام نشان میای براش تبریک میفرستی، یکی پس از دیگری هی ازت میپرسن که آقا یا خانم سال نو هم به شما مبارک، ولی شما اصلا کی هستی؟ بعد خب خانمی بود لطف کرده بود اسمش نوشته بود، ممنون متشکرم. بعد من آمدم یک چیزی رو فرستادم، الان اینجا به شما نشون میدم. اتفاقا اینو یکی از دوستانمون از ایران فرستاده، یکی از فامیلامون از ایران فرستاده، چون من از این کارهایی که فلایر درست کنم، پست درست کنم و اینها نه بلدم نه انجام میدم، ولی اینو بهتون نشون میدم، خیلی چیز ساده ای هم هست و من اینو فرستادم در جواب اون تکست دست جمعی و گفتیم بالاخره ایرانی هستن، سال نو چند ساعت دیگه داره میاد و این سال بعد رو هم بذاریم پشت سر و براشون اینو فرستادم. یک لحظه اجازه بدید. اخلاقی، بله خیلی ممنون. خیلی ممنون. آقای خورسندی میگه آقا ما یاد گرفتیم ایدی شما در راه است. ایدی شما وقتی میرسه من جلو دوربین باید بیام بازش کنم که اگه منفجر شد بدونن کی فرستاده. خیلی ممنونم. بله خیلی ممنون. آقای مانی خورسندی هم هست که همچین مشکلاتی داره، میگه گروه تشکیل میدهند بدون اجازه. ببینید ما اکثر ایرانی ها متاسفانه از هر چیزی استفاده بد و غلطش زودتر و بیشتر انجام میدیم. چرا؟ نمیدونم. البته دروغ نگیم، بعض وقتا تو جامعه آمریکایی و کره‌ای و اینا هم که میریم اونا هم همین مشکلات رو دارن، ولی خب ما ایرانی هستیم بیشتر انفسایز میکنیم، بیشتر تأکید میکنیم که ما ایرانی ها اینجوری، که بلکه یه نفر به خودش بیاد بگه آقا من پریروز که برای آقای مانی خورسندی به دلیل اینکه توی مجلسی شمارش رو به من داده من فرستادم اسمم هم ننوشتم، این بی احترامیه هم به اون هم به خودم. برگردیم 35 تا اسم ما آمدیم این نامه رو فرستادیم، اگه پیداش کنم نوشتم Today's Axe. باورتون میشه که یک کلمش انگلیسیه یک کلمش فارسیه. این آقای هادی خورسندی یه شعر خیلی قشنگی نوشت، وای که جمعه هم یک شنبه شد، نونم شد برد، آبم شد واتر، همسایه ها میگیم هی هاو آر یو، خیلی که بخوایم صمیمی باشیم و حرف بزنیم میگیم عجب هوای خوبیه امروز یا عجب لبای شتیه. اینو من فرستادم. صبر کنید نوروز NMN اینو فرستادم. خیلی چیز ساده ای که بله اینجا پلیر 2 برای شما نوشته که لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد. سربی، باور کنید من تا امروز حتی نمیدونستم اینجا نوشته دولتتان پاینده. و این دولت یادم سالها پیش ما اینجا یه رادیویی داشتیم، آقای محمدعلی ابوقدار و بابک یکتافر و اینا اسم این رادیو رو گذاشته بودن ولایت، که اون حالت ولایت همشهری اینا بشه. زنگ میزد طرف بهش، آقا من میدونستم از این ریش شپشود معلوم بود که تو طرفدار ولی فقیه. ای آقا از کجا فهمیدی؟ برای که اسم رادیو تو گذاشتی ولایت. خلاصه عوض کردن گذاشتن پرسپکتیو، چشمنداز، ویو، آوتلوک، هی اسم هی اسم و بمانه. ما اینو که فرستادیم یه آقایی برداشت نوشت، اسمشم باز ایشون ننوشته بود، اجازه بدیم براتون پیداش کنم که بله این دوستان ببینید 35 تا شماره و اینها نمیدونم چجوری اونجا پیداست. اینا مثل صفحه های دیسک، حالا دیگه به هر کی بگی سی دی و دیسک اصلا یادش رفته چی هست، اینا رو هم قرار میگیره. اگر جزء لیستتون باشن عکساشون معلومه، اگه نباشن اینجوری میشه که انگار شما یه سری دایره رو هم کسکید میگن، نه به صورت کسکید نگه داشت. خب یکی از دوستان اینو فرستاد، ببینید که اولا همه از هم پرسیدن کیه کی نیست و اینا،
اون نوشت که سال نو مبارک، یکی از دوستان خوب هر دوی ما 33 نفر با هم تبریک سال نو را فرستاده. خیلی ها از دوستان شماره هم را ندارند. ببخشید، مهم نیست. باز خودشو معرفی نکرد. خب اینو داشته باش. بعدش یه آقای دیگه اومده که اگر شما آقای سربی هستید که من شما را از طریق تلویزیون میشناسم، چند بار هم توی فروشگاه ها به طور اتفاقی شما را دیدم مدت ها قبل، به هر حال برایتان بهترین ها را آرزو دارم. اوکی، ما هم نوشتیم بله ما سربی هستیم. بعدا ایشون نوشت که میخوام بدونم بازم برنامه تلویزیونی دارید یا نه. ما هم نوشتیم بله داریم و لینک آخرین برنامه رو برای ایشون فرستادیم. حالا شما اینو داشته باش، برید سراغ، میگفت بشنو از مادر عروس. چرا میگفتن بشنو از مادر عروس؟ چون معمولا مادر عروس همیشه در ازدواج ها پرتوقع، خواسته هاشون بالا، حتی نزدیک به ناممکن بود و همیشه هم نق میزدن و به همین خاطر این مادر عروس که بعدن میشد مادر زن با داماد همیشه یه دشمنی داشتن و جوک ها در این باره گفتن. آخرین جوکش این آمریکایی‌ها میگه که یه خونه آتیش گرفته بود و مامورای آتش نشانی اومدن شروع کردن به کار، دیدن که این مرده دوید رفت، هرچی هم جلوشی گرفتن رفت تو و باز برگشت بیرون. گفتن آقا دیوونه شدی، سگت داخله، بچه های خانواده داخلن، چرا اینجوری میری داخله میای؟ دوباره دوید رفت و اومد گفت که آقا دست پای اینو ببندید، این دیوونه است. گفت نه آقا دیوونه نیستم، مادر خانمم اون تو داره میسوزه، میخوام این رو روش کنم که حسابی کباب بشه. خب این جوکا برای چی میاد؟ برای این میاد که از مادر عروس. حالا بشنوید شما از مادر عروس که ایشون چی نوشته. میخوام من بهش زنگ بزنم که اگر معمولا اینا ندارن، ولی اگه داشته باشه شجاعت و شهامت، ما به هم دیگه یک گفتگوی حضوری داشته باشیم که میشه اولین گفتگوی، اولین برنامه، اولین روز سال 1399. شماره ایشون میگه که 703. دیگه باقیشو نمیگم، شما هم نشستین و این شماره خیلی برای منم آشناست. حالا نمیدونم این آقا کی بوده، کجا بوده، بذارید ببینم صدا رو من میتونم اینجا، از بس دیگه با تلفن‌های اینجوری کار نمیکنیم یادمون رفته. تلفن‌ها همه لمسی میگن توی ایران، شیشه‌ای، نمیدونم اینجا سمارت فون یا تاچ. بله صدا هست اینجا، بذارم صدا هست. Hi, I am unable to come to the phone right now. Please leave a message. Thank you. Uh-huh. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم. سال نوتون مبارک. چون شما لطف کرده بودید و برنامه من رو دیده بودید، من گفتم احترام بذارم بهتون و چون میخوام درباره نوشته شما صحبت کنم، شما حضور داشته باشید. در هر صورت جای شما اینجا رزرو هست، شما دعوت شدید و مهمان ما هستید. هر وقت خواستید میتونید صحبت کنید، ولی من امروز نوشته شما رو بدون ذکر نام و شماره تلفن میخونم و نظر خودم رو میگم. به امید روزهای بهتر و آینده ای روشن‌تر. و باید حدس میزدم که شما یک خانم سلطنت طلب هستید و طرفدار ترامپ شارلاتان. روز خوبی داشته باشید، به امید روزهای بهتر، خدا نگهدار. خب حالا براتون میخونم، اینو بذارم اینور، فرستادمش برای چی؟ بخونم و دوستان ببینید چه افرادی در جامعه ما وجود دارن، چه بانوان فرهیخته‌ای در جامعه ما وجود دارن. اینا کسایی هن که این چیز میگفت پلنگ بانو و نمیدونم پلنگ و سلطنه و اینها، با لباسای خیلی گرون ولی مغزای نخودی در مهمونها شرکت میکنن، به دیگران فخر میفروشن. معمولا تا چند سال پیش این خانوما سواد و مدرکی نداشتن، بیشتر آویزون بودن به همسرشون، حالا یا همسرشون دکتر بود یا همسرشون سرهنگ بود، و به همین خاطر ایشون یک شبه با دادن بعضی چیزا میشد خانم دکتر یا خانم سرهنگ و بماند. و به مجردی که اینها
انقلاب شد و اینا آمدن آمریکا و خارج و اینها، معمولاً چون فوری رفتن آرایشگری و اینهایی که کاری که میکردن انجام دادن، بیچاره شوهرهاشون رو دغمرگ کردن که ای تن لش نشستی تو خونه من باید کار کنم، و بعد یه مدتی هم طلاق، اون بیچاره هم برو توی سازمانهای نمیدونم سالمندان، خونه های سالمندان، و اینا هم به قر و اطفار و بزک کردن و کشیدن که میبینی این نیشش از اینجا اومده اینجا، به قول یه نفر گفت که سوراخ اینجاش پشت سرشه و بماند. بریم سراغ این خانم ببینیم که چی نوشته و ما برای شما بخونیم و جواب ایشون رو در یک مصاحبه غیابی که فکر کنم به غیر از اینکه تلویزیون مردم اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی هست، اولین تلویزیونی هست که در برنامه زنده مصاحبه غیابی انجام میده. چرا؟ به دلیلی که اینها چون برای این خانم که من نمی‌دونستم خانمه، صبح نوشتم که من میخوام امروز درباره شما صحبت کنم، ساعت 2 بعد از ظهر برنامه شروع میشه و شما میتونید مهمون برنامه من باشید، چنین و چنان، و اینا معمولاً فقط حرف میزنن و فرار میکنن، مثل بچه های بی سواد و کوچیک دبستان کجا بود زنگ میزدن در خونه ها و در میرفتن، اینجوری هم بمانه. به این ایمیل بله اینجاست، آها نمیدونم میتونم این رو براتون بزرگش کنم اینجوری، میخوام هی نگاهی من نکنید که من چشم این ور اون وره، و اینو با هم نگاه کنیم. حالا امیدوارم که 4:3 ما بتونه اینو به اندازه کافی بزرگ کنه و به شما نشون بده. بریم کمرای 2. بله اینو من از تکستی که ایشون فرستاده برای من و 33 نفر فرستادم. اولا این خانم انقدر احمق و نادانه که اگر یک نفر که منو میشناخته، حالا از طریق اون تکست گروهی منو پیدا کرده و من بهش آدرس میدم، میگم مثلا این یوتیوب منه، این خونه منه، این خانم شاه و سلطنه حق نداره بلندشه بیاد خونه من، میتونه بره اون یوتیوب نگاه کنه، ولی حق نداره دیگه درباره این بیاد وایس صحبت کنه و برای 35 نفر دیگه که بد نیست، اینا تبلیغ میشه، اونای دیگه میرن حالا میگن ای این کی بود سوربی که یه نفر بعد از چند سال از نوشتن و دیدن نامش خوشحال شد، یه نفر دیگه الان برنامه 2 ساعت را رفته تو 2 دقیقه نگاه کرده، چنین نامه طولانی و دلخراشی نوشته و چجوری سوزونده این سوربی. آقا میدونیم که سوربی اصلا فامیلیش از گلوله و تیر و تفنگ میاد، به دلیلی که اجدادش تیر میساختن، بارود داشتن تو بازار وکیل و فلان، نه ولی دیگه خبر نداشتیم که این سوربی مثل اسید هست اینجوری میریزه قلب این شاه الله‌ها و طرفداران ترامپ رو سوراخ میکنه. ایشون نوشته که من خیلی متاسفم که الان یه مقداری به حرفهای ناآگاهانه آقای سوربی گوش دادم. دوستان معمولا چه کسایی به دیگران میگن ناآگاه؟ کسایی که خودشون فکر میکنن آگاه هستن و معمولا ناآگاه ترین اینها هستن، و الا آقا خانم حالا میگن یا ابو علی سینا یا دانشمند دیگه ای گفته که تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. اگه اون گفته من نادانم، منم ترجیح میدم نادان باشم تا اینکه در جمع شما شاه اللایای احمق بخوام من بگم آگاه هستم. بماند. خیلی متاسف شده ایشون، متاسفم و امیدوارم از تعصب شما مثل کرونا نابود بشه. بله ترامپ برای اینکه از لابراتوار تقاضای ساخت ضد کرونا بکنه، اول باید مهر و بوم اوباما را برمی‌داشت تا آنها بتوانند دوا درست کنند. زنی که احمق نادان بی شعور بی سواد، خود همین ترامپ شارلاتان احمق در چیزای انتخاباتیش گفت من روز اول میام اینا رو برمی‌دارم. پس اگر شما امروز میگین این باید اون کارایی رو که اوباما انجام داده اول برطرف کنه، بعدن بتونه یک همچین غلطی بکنه، نشون میده که شمای احمق بیشتر از ترامپ قانون آمریکا رو میدونستید. قبول داری؟ بمانه. دروغ محض. اینا یه چیزی دارن به نام اگزیکیتیو اوردر، همون جوری که تا حالا یکی پس از دیگری اگزیکیتیو اوردر داده و از بیمه‌ای که اوباما
با خریت به اشتباه این رو اوباما هلتکر گذاشت. آقا اوباما هلتکر چیشیه؟ مردم هلتکر، پیپل هلتکر. anyway، بهداشت عمومی، بیمه، خدمات بیمه درمانی بمانه. پس شما هستی که نمیدونی و فکر میکنی آگاه هستی، و کسی رو که داره درست میگه فکر میکنی اون ناآگاهه. ولی خیلی خوشحالم که شما رو باعث شدم که تأسف بخوری و بسوزی احتمالاً، و حالا این فیلم رو هم که میبینی خواهی سوخت و حملات بعدیت هم خواهیم دید. بله، و اصلاً اینجوری نبوده. حتی در رابطه با این وسائل بیمارستان و اینها، ترامپ ناتوان، اولاً خودش میاد مثل چلدوز بغداد پشت سرش میاره، بعد تا یه سوالی میکنن میره اون بعد میگه از این بپرسین، تا یه سوالی میکنن میگه برو. در صورتی که تا دو هفته پیش میگفت تمام چیزها رو من میدونم، من تصمیم میگیرم، من بیشتر، من بهتر از همه میدونم، به گواهی ویدیوهای موجود. پس شما هستی خانم پلنگ و سلطنه نادان که نادانی و ناآگاهی، و ترامپ ناآگاه و شالاتان ترستو هست که آمریکا رو به این روز کشونده که الان آقای بیل گیتس سالها پیش گفته بود فکر ساختن اسلحه‌های مدرن نباشید، ما باید از همین بیماری‌های ویروس واگیر، نمیدونم چی بهش بگیم، پندمیک چی میشه به فارسی، از اینا باید بترسیم. و یادتون باشه تلویزیون مردم روزی که درست کرد موقعی بود که داشتم مصاحبه بیل گیت رو میدیدم با خانم باربرا والتر، و دیدم بیل گیت گفت ما در آینده تلویزیون به این صورتی که شما داری یه باکس بزرگ اینجوری و حالا بشین آنتن رو بچرخون یا بشین کیبل نیست، و تلویزیون میشه اینترنت. سوربی گفت بوم بوم. حالا فکر کردم ما شق القمر کردیم و نمیدونم شاخ غول شکستیم و رفتیم مردم تیوی رو به عنوان اولین تلویزیون ایرانی افتتاح کردیم. بیل گیت چند سال پیش هشدار داد که شما نگران این بایو وپن، یا حتی اگر بایو وپن هم نیست، سلاح‌های شیمیایی و نمیدونم اینجوری نیست، دنبال همین خطر ویروس ها و اینها بگردید و راه حلی برای اینها. هی میاد میگه من دیوار میسازم، هی میاد میگه من پول ارتش رو زیاد کردم. مردک حالا با این نمیدونم F-35 برو به جنگ این ویروس. اوکی، خانم ناآگاه، تقاضای ساخت ضد کرونا و میتواند دوا درست کنه، و بابی بی اوباما یک دکتر تازه از دانشگاه بیرون اومده حتی امید پرداخت وام خود را ندارد چون بیمه ها در قدرت. اصلا موضوعات من این نبوده در برنامه، شما نشون میده. ببخشید طرف میگه که از دهنش حرف میزنه یا از کونش صحبت میکنه، مثل که شما این روزا جاشو برعکس کردی، به خاطر کاغذ دستمال کاغذی توالت، دستمال توالت گیر نمیاد، جای کونتو باسنت عوض شده. ما اصلا موضوع نیواد. آقا شما با تلویزیون نگاه کردن کسب اطلاع میکنید، و قول میدم که حتی در اینترنت هم هیچ جستجو نمیکنید. حالا نگاه کن از یه بر میگه که شما با تلویزیون کسب اطلاع میکنید، قولتون میدم این 100% تمام اطلاعاتش از تلویزیونای سلطنت طلب لس آنجلسی. خب آقا شما با تلویزیون نخیر، باید بنده با تلویزیون کسب اطلاع نمی کنه. اتفاقا هر چیزی رو تو تلویزیون میبینم با تحقیقای بعدی میرم میبینم تلویزیون خیلی هم دروغ میگه، خیلی هم اشتباه میگه. بمانه خب کسایی که میخوان من این نوشته رو براتون اصلا میذارم اینجا که شما ببینید این نادانان طرفداران پهلوی و طرفداران ترامپ شالاتان چه چیزی در کلشون هست، چون مغز نیست. شما بگردین یه چیز دیگه، طرف میگه من نمیدونم گچه تو مغز تو سرش، پهنه. والا توهین به گچ و توهین به پهنه. اینجا گذاشتم، خب بیان بخونیم براتون. باز اینجا بذارم پلایر دو، کامرای دو، یک لحظه صبر بدین. حالا دیگه قبول کنید که من که هر کی تا امروز از من دروغی شنیده باشه بیاد اون دروغ رو بده، جایزش رو تحویل بگیره. طرف دست کرد تو جیبش گفت جایزتون تو دستمه. خلاص بله،
و با بیمار. آقا شما با تلویزیون جستجو کنید، چون 3 ماه قایم کرد تا به همه جا سرایت کنه و دولت خر ایران که هنوز مغزش مشغول تلفظ ایدن ناصرات است. آقا گور پدر خامنه ای، ولی همون خامنه ای، همون ویدیویی که توی وایس آف امریکا این آقای فلاحتی مهدی رو اگه ببینم کباب بازار بهش میگم آقا خجالت بکش. حالا وقتا هم گفتن برو سیبیل تو بتراش ماتیک سرخاب کن، تو فعلا سیبیل رو تراشیدی، برو یه ماتیک سرخابی هم بکن، توهین به خانم‌ها نباشه، این دیگه جامعه مردسالاری ایران بوده. آقا چرا دروغ میگی که اون وقت امید دانا بیاد ویدیو رو پخش کنه که خامنه ای به مردم میگه همه این دستورا رو رعایت کنید، دستورات پزشکی رو رعایت کنید، حالا برید دعا هم بخونید. آقای فلاحتی توی آمریکا دکترا به این نتیجه رسیدن که دعا شفا میده، نه دعای اون پریستی که میاد میگه دستتون رو بذارید اینجوری رو تلویزیون من شفاتون میدم. راستی بیان جلو دستتون رو بچسبونید به کامپیوترتون، نه تلک نزن، دستتو بچسبون به کامپیوترت، گذاشتی حالا هنوز نگذاشتی، به تو هم هستن، دست بذار رو کامپیوترت، من امروز میخوام شفا بدم. اونایی که خسیس هستن تا امروز کمک نکردن، حمایت نکردن، الان این دست رو وردارید دستی بزنید تو سر خودتون، شفا پیدا میکنید. بود یه مردکهی بود قیافش هم مثل هندیا بود، میزد تو سر مردم شفا پیدا میکردن. کسانی بود که اینا، حالا ببین چه حرومزادهایی بودن، چند سال از دیگران جلوتر بودن، گوشیهایی درست کرده بود تو گوشش، به اون میگفت تو این کارو بکن، او این کارو بکنه، میآوردن طرف اینجوری میومد، بعد شفا پیدا میکرد. میرم این آقا یه چند از این خانمای خوشگل اونجا رو بلند میکرد و بماند. ویدیوی فرستاده همین آقای سعید که یک آقای پریست شبان پدر روحانی مردکه الدنگ میاد به مردم میگه پول بدین من هواپیما، الان تو این شرایط کرونا میگه اگه پول ندارید، خوراک ندارید، نگران نباشید، جیزز دارید، ولی پول به من بدید. یکی نوشت بگه جاکش احمق، تو چرا از جیزس پول نمیگیری؟ تو چرا از جیزس مواد خوراکی نمیگیری؟ تو چرا از جیزس کاغذ توالت نمیگیری؟ واقعا ببخشید، اون وقتا میگفت که روزا از دست لورا، شبا از دست پشه ها. البته این بنده خدا لورا چه آزاری به مردم رسوندن جز راست گفتن، ولی چون ما ملتی هستیم تحمل راستی و حقیقت نداریم، اولین تیرمون رفت سراغ لورا. جوکار برای لورا گفتیم، برای کردا ترکا گفتیم، کردا گفتیم، برای اسپانیای باهوش و با اقتصاددان گفتیم و الی آخر بمان. خب این خانم میگه 3 ماه قایم، و اما ترامپ آمریکایی را گذاشت اول. ای بر پدر و مادرت لعنت، ای زنی که یه هرزه، واقعا آمریکایی را گذاشت اول. 3 هفته پیش گفت ما 15 تا کیس داریم، اینم پس فردا میره از بین، که الان خودش به گوه خوردن افتاده. شما برو یکم از اون گوهای اونو بخورن. مردم میگن آقای سوربی روز اول سال اولین برنامه باز اومدی اینجوری، ولی خیلی از شما اینجوری دوست دارید که حقیقت رو واقعا رک و راست بگن بهتون. آقا ما دعوا داریم با اینایی که دروغ میگن، ما دعوا داریم با اینایی که خرافات پخش میکنن، ما دعوا داریم تو دعوا که حلوا پخش نمیکنن. دیروز یه دوستی برای من فرستاد که آقا این دوست شما که اینجا بود الان رفته کالیفرنیا، یه برنامه گذاشته برای سال نو، ببین آقای خوبیه، اسمش هم من نمیارم، ایشون زنش فوت شد، مشکلاتی داشت و فلان اینها، ولی آقا خدا وکیلی اینا برنامه است که شما به مردم میدین، هی تو میای باز میکنی آقا قربونت برم چی خوردی، کوکو سبزی، قربون دهنت برم، قربون اون چیزی که فردا به جای کوکو سبزی میاد بیرون، آقا خجالت بکشی، بعد هی آهنگای اینو اونم میذارید، بعدم هی میگید فیسبوک فلان. حالا ما هم هر اشکالی داریم میندازیم سر فیسبوک، ولی فیسبوک میگه آقا شما تولید خودت رو بذار اونجا. ما اون روز دیدیم یوتیوب برای ما نوشته که شما کپی رایت فلان، گفتیم خدای ما کپی رایت کجا؟ این اول برنامه ها دیدید نوشته که تولید هر کسی هر چی میگه ما مسئولش نیستیم، یه پیانویی رو این پخش میشه، این پیانو میگه آقا مال یکی دیگه است، تو غلط میکنی، کسی که چیزی رو ساخته برمیداری، ولی مجانی گذاشتیم برو بردار یه جای دیگه هستن اینجا. خب آقا شما تو رادیو تلویزیون هستی، شما که این همه طرفدار داری، شما که این همه برای هم دیگه میفرستن، دوتا چی یاد مردم بده؟ این چه قربونت برم، وای چی شو شد، وای 2 سال ندیدمت، وای
آقا نه دو سالی که شما رو ندیدن لخت خوابیدن، نه وقتی ببینن لخت میخوابن، هیچ فرقی برای اینا نمیکنه. فقط مردم چاپلوسی هستیم، مردم متملقی هستیم، مردم دروغگوی هستیم، مردمی هستیم که تعارف یا پلزنتری رو کردیمش فیک پلزنتری، کردیمش دروغ. قربونت برم، فدات بشم، تو فدای من نمیخواد بشی، $10 بفرست بیاد. ولی نه، $10 خیلیه، فدا بشم آسان‌تر. خب بریم. آمریکایی رو گذاشت اول در حالی که راتشایلد و شیطان پرست ها و تمام دزدان حالا این دیگه راتشایلد هم بد شد برای شما. بله، حالا میاد سراغ شاه. شاه و تبلیغات کردن. شاه شاید خوشباوری کرد و به ملا هم رو داد. او هم انسان بود و اشتباه داشت. کی اشتباه نکرده؟ شما خانم، شما ماشاءالله پلنگ و سلطنه. تا اون موقع از چون شاه میخوردی؟ هی گفتی دکترا داره. من اومدم گفتم دیپلمم نداره. و تا امروز یکیتون جرأت نکردید بیاد اینجا بشینید بغل دست من بگید دیپلم گرفته فلان سال از فلان مدرسه، چون نداره. خب بله، همه اشتباه میکنن، ولی همه وجدان دارن، شرف دارن، شعور دارن، معرفت دارن، میان میگن اشتباه کردم، اشتباه من این بود، از شما عذر میخوام، صحیحش اینه. نه که تا پای قبر، تازه بعدم که رفته یک کشور دیگه داشت خوراک میداد به ماهی ها، این فرای هرزه اومد گفت که چقدر خوراک میدی به اینا، گفت خوراک نده، اینا هم مثل مردم قدردان نیستن. مردک پدر سگ، تو قدردان نبودی، تویی که پدر گشنگداد از شمال آمد ایران، آمد تهران، این همه دهات رو برداشت به نام خودش کرد، تویی که این همه دنیا رو رفتی خرابکاری کردی با اردشیر زاهدی و اینها، یک خرسواری کردی تا آخرش ایدز گرفتی و مردی. شما قدرشناس نبودی، مردم قدرشناس نبودن، مردم باید چه کار میکردن برای توی پوفیوز که بدون دیپلم آمدی سوار شدی، پولای نفت رو میریزی تو حساب خودت، خریدای ارتش هم میای کمیسیون میگیری. برید ببینید این تیمسار طوفانیان بیشرف و این ازهاری و این یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیستن، که تعداد اونایی که آدم های شریفی هن کمه. تیمسار آریانپور، دریادار آریانپور کمه، که میاد میگه آقا این چیه، دزخونه درست کردید، میره گزارش میده، میره اه اینم دزه، از این یکی به اون یکی سلسله مراتب چین آف کامند به اون یکی گزارش میدیم، اینم دزه. آخر کار میگه آقا رفتم. به شاه هم رسیده بود، دیده بود شاه هم دزه، ول کرد رفت شرکت کشتی سازی خودش، آدم موفقی هنان هم اینجا. روزی هم که اومد آمریکا وایساد با رنگ زدن آپارتمان و کار کردن، چون پولاشو نبرده بود خارج بذاره، پولاشو ریخته بود توی شرکتی که برای ایران کار میکرد. خب خانم پلنگ و سلطنه توضیح میدن، کی اشتباه نداره؟ هر که این ادعا را داره باید به روانپزشک مراجعه کنه. زنی که هرزه، خودت باید جلو صف باشی. شما اولین کسی هستی که همون جمله اول بعد از 3 دقیقه که برنامه من نگاه کردی نشتی سربی ناآگاه، یعنی خودت خیلی آگاه هستی. شما ادعا داری، شماها با ادعاتون به کونتون میگید با من راه نهی که بو میدی. خب بله، حالا میگی ترامپ دیوانه است، تو رو خدا شما هم کمی دیوانه شید، همه شما بر علیه آزادی هستین، چون خلاف آراء اکثریت مردم. این زنی که یه هرزه جنده نمیدونه که ترامپ 3 میلیون کمتر از هیلری کلینتون رای آورد. این اصلا تفاوت انتخابات اکثریت دنیای دموکراسی و این انتخابات شت آمریکا الکترال کالج نمیدونه، سواد نداره، نخونده، نرفته، کجایش اکثریت آورده؟ اینی که هنوز داره میسوزه، تا کلمه اکثریت میاد هی میگه نه اونا با تقلب اکثریت آوردن. یعنی خود ترامپ احمد میگه که این رأی اکثریت رو نداره، ولی این خانم سلطنت طلب هرزه اینجوری میاد مچ پای شما رو میگیره، اونم چند ساعت قبل از سال نو. من دیدم این انقدر بی ارزشه، اصلا گفتم ساعتمو خراب نکنم، فردا لیف و صابون. اوکی،
همه شما بر علیه آزادی هستید. این طرز فکر از کجا میاد؟ آها، سواکیا هر کسی را حرف میزد میگو این شاه داره اشتباه میکنه، میگو اینا خراب کنن. آقا سه بار منو گرفتید شما، از اون نمیدونم مربی کشتیمون آقای نگین گرفته تا آقای احمد قوامی گرفته، اینا همه سواکی بودن. ما که نمیدونستیم، ما یه بچه‌ای بودیم میرفتیم هنرستان، معلممون احمد قوامی سواکی، میرفتیم کشتی بگیریم، مربیمون آقای نگین سواکی. حالا اونای دیگه هم نمیدونم اونام بودن نبودن، به احتمال زیاد بودن. خب اینا رو هی میگیرین، ما رو هی میبرین، میریم آقا اردوی نجف آباد، به جایی که بریم اردوهای دیگه با دخترها حال کنیم و موزیک و فلان، میریم اردوی نجف آباد بهشون یاد بدیم یه سیم یه پل بکشن، یه کلید بزنن، یه چراغ روشن بشه. اونجا ما رو میگیرن میبرن سواک، ژاندارمری میبره سواک. شانس آوردیم این عموی بهروز قاسمزاده، آقای قاسمزاده فرمانده ژاندارمری اونجا بود، گفت شما تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتیم والا اومدیم به مردم کمک کنیم، حالا خودمون رو گرفتن. این بود، خجالت بکشید، ساکت باشید، ای ننگ، نفرین، شرم، خجالت بر این آخوندا. واقعا امیدوارم یکی یکیتون کرونا بگیرید و با درد از دنیا برید. چون اگر اینقدر شریف بودید، اگر اینقدر راستگو بودید، امروز یکی از این سلطنت طلبان نمیتونست صدا شد. همشون قولتون میدم قیافاشون رو عوض میکردن، اونی که ریش داشت ریش رو میزد، اونی که ریش نداشت ریش میزد، اونی که سیبیل داشت ماتیک زد. شماها احمقا کاری کردین، خودتون و آقازاده ها، که اینا بیان بیرون و اینجوری دم تکون بدن. دیدید میمون با دمش آویزون میشه به شاخه ها و با چهار دست و پا به اصطلاح ممکنه به شما حمله کنه؟ اینا شدن میمونای تاریخ ما. خب تا حالا چند تا اشتباه این خانم کرده درباره ترامپ و اگزیکیتیو اوردر و درباره ترامپ اکثریت و اینا اشتباه کرده؟ بیان پایین. حالا رسید به این که تهمت بزنه، توهین کنه، تو خائنی، تو خائنی، تو جاسوسی، الی آخر. همه شما بر علیه آزادی هستین. اگر قدمتمند و عاقل هستید مثل ایشون، با آرامش و انتقاد سازنده صبر کرده و در انتخابات آینده به نفر دلخواه رأی میدادید. یعنی خفه بشید، هیچی نگید، تا دوباره ترامپ با یه مش آدم بی سواد و بدبخت بره گولشون بزنه، اونا رو بیاره و شما هم دل سرد از انتخابات بری کنار. لازم نیست شما بیاید دو نفر رو آگاه کنی، لازم نیست شما بیای به مردم بگی که این ترامپ شارلاتانه، این میگه این ویروس چاینیزه. طرف دیشب مسخرش کرد، گفت این آقا وقتی بچه‌هاش هم یک کار بد میکنن میگه این نمیدونم جرد که نه اون یکی چی بچه‌ش، این اسم خودش هم داره، دانالد جونیور رو نمیدونم اریک چیه، اینا بچه خانمشن، اسم میگه بچه‌های خانمم، نمیگه بچه‌های خودشن. البته اونم امکان داره، چون اولا همه‌شون زشتن، خود اینم زشته. قیافه رو نگاه کنید، حتی اون ایوانکا که یه مدت میخواست بره نمیدونم مدل بشه و اینا، نگاش کنید مثل یک زن بیرو و همجور داره میره دنبال پول، از این بر به اون بر، از این عرب به اون عرب، از این خشتک به اون خشتک. خب بریم. بله، به قول یه ملا رو به حکومت ایران میگی ترامپ دیوانه است. ترامپ دیوانه نیست، اگر کسی عاقل بود بعد از این همه کسافت کاری که در زندگی ننگینش داشته میمد در سن 70 سالگی یه همچین مصیبتی برای خودش را بندازه؟ این فقط یه آدم دیوانه میتونه یه همچین کاری بکنه. دیوانه قدرت، نارسیسیست، یعنی کس خودشیفته، کسی که خودشیفتن این کاری میکنه. مثل شما برید پایین، بله با انتقاد و آرامش سبزیش هم کنیم فلان، به رأی مردم و انتخاب آنها توهین کردید. من حتی به سیاست باور ندارم. اینجا یه آدم دروغگو، نه از دستمون کثیف نشه. بله یادتون باشه دوستان، ویروس کرونا توی مدفوع زنده میمونه، چون از یه بدن زنده اومده بیرون. به همین خاطر اونایی که این روزا خیلی خوشحالن که ما چقدر خوب شد آفتاب استفاده کردن بلد شدیم،
یادتون باشه بعدش دستتون رو صابون بزنید و صابون حسابی، صابونی که 20 ثانیه دستتون رو میشورید، انگشتای بزرگتون رو اینجوری اینجوری میکنید تا این بالا اینجوری و الی آخر. در مدفوع ویروس کرونا زنده میمونه و برای اون احمقایی که نمیذارن جنازه های مردم ایران در قبرستان ها دفن بشه، در بدن مرده ویروس میمیره، چون ویروس احتیاج به یک میزبان داره، به یک صاحب خونه داره تا ازش پذیرایی کنه این زنده باشه. وقتی بدن مرد، حالا نمیدونم چند ساعت بعدش، چون حتما اینو شنیدید، میگن آقا میگفتن مرده به تابوت نمیرینه یا نمیگوزه، هم میرینه هم میگوزه، چون بعد از اینکه مرده مرد هنوز توی معده‌اش خوراک و گاز و اسید و اینها بوده، دیدید میرید یه جایی بخور بخوره، میخوری میای خونه میشینی تو ماشین، حالا تو ماشین که میشینی میشکم دیگه یادم میاد چند سال پیش این پسر داداش من بچه بود، کوچیک بود، الان ماشاءالله اینا همه 40 سال و اینا هست، از باباش پرسیده بود که بابا تو که استاد فیزیک هستی مگر گاز نمیره بالا؟ گفته بود چرا؟ گفته خب پس من یه چیز گازدار که میخورم چرا از اونجا میاد پایین؟ داداش من میگه من مونده بودم که چه جوابی بدم. در هر صورت بله، مرده بعضی وقتا بعد از چند ساعت هنوز اون جهاز هاضمه و معده و روده و اینها عمل میکنه و چون مرده نمیتونه اون مقعدش رو ببنده بازه، میزنه بیرون بمانه. چقدر چی یاد گرفتی خانم؟ چقدر چی یاد گرفتی به جای این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی؟ اگه میمده اینجا اقلا یاد میگرفتی از اینجا حرف بزنی، از اونجا مدفوع بدی بیرون. همون بازی بود که انتر و لوتی میگفت دوست کجاست، میگفت اینجا، میگفت دشمن کجاست. تلویزیون مردم اینو به شماها یاد داده که متاسفانه اونایتون که میاین یاد میگیرین انقدر شرف، معرفت، وجود، همت ندارید زنگ بزنید. مثل اون آقای محمد رضا پیروزمندی بود که بود زنگ زد آقا من اشتباه کردم، من از شما عذر میخوام. یه دوستی دارم آقای مسعود، میگه آقا من 20 سال پیش اصلا دشمن خونین شما بودم، ولی بعدن فهمیدم که آقا اینا دروغ میگن و شما داشتی حقیقت رو ما میگفتی. معمولا این دوستان وقتی پول دارن خرج فولادوند و اینو اون میکنن، تلویزیونای لس آنجلسی، وقتی بی پول میرسن به ما میشن، به ما میرسن، چه کار کن؟ بله، شماها با کارشکنی و حرفای مفت به رأی مردم و انتخابات آنها توهین کردید. من حتی به سیاست باور ندارم چون دروغی بیش نیست، ولی کارهایی که شاه کرد را ارج میدهم. بیا اینجا به من بگو شاه چه کاری کرده که تو ارج میدهی؟ بیا بگو دیگه. پیام بذار، این شماره رو من بذارم اینجا، 202 افکت 5. حالا ما چرا دستگاه چیزمون رو عوض نکردیم که شماره رو اینو عوض کنه؟ 202 695 25 73، زنگ بزنید، پیام بذارید، پیاماتون رو در برنامه پخش میکنم، همین مناظره غیابی. و اون شماره تلفنی که من زنگ زدم، این تلفن ما پیاماشو چک نمی کنیم. باور کنید وقتی میام هی داره چشمک میزنه، ولی من پیاما رو چک نمی کنم، چون این تلفن خونه لندلاین دیگه کی استفاده میکنه؟ اینو ما گذاشتیم فقط تلفنمون رو پیدا کنیم. میام خونه میگم تلفنم نیستش، زنگ میزنم همجور میگیرم دستم میرم اینم تو ماشین. خب برای اشتباهاتشم که قیمت بزرگی پرداخت، به صحنه سازی ارکسترایت شده با راتچایلد و CIA و غیره، حالا هم نوبت ترامپ است که لوس بشه با نادانهای حضرت علی در جنگ معاویه شکست خورد. نگاه کنید، شاه، حضرت علی، ترامپ، یعنی اینا آدمای تو خالی، ببرای کاغذی، آدمای اصلا وجود خارجی ندارن.
آقا این حضرت علی شما یه بار میگید بیل میزده نمیدونم درخت خورما و فلان، درخت خورما لازم به بیل زدن نیست که، میولش میکنن میره بالا هر از سالی خورما میده میکنن میرن استفاده میکنن، چه بیلی مزرعی نداره. از اون ور میگن یه روز 70,000 تا رو سر زد، 700,000 دلار سر زد. از اون ور تعریف میکنین از عادل بودنش و فلان و اینها که به بچه هاش گفت که این تو سر من زده شما تو سرش بزنید، اگه مرد مرد اگه نمرد ولش کنید بره. اینا شدن اسطوره های شما سلطنت طلب ها شاه الله. حالا من از دیشب تا حالا خوشحال بودم گفتم اولین برنامه امسال بالاخره یک کسی رو پیدا کردم که اولین کسی میشه که از طرفداران ترامپه ولی جرأت و شهامت داره بیاد بشینه اینجا یا از طریق اسکایپ با هم صحبت کنیم. اینم در رفت، باور کن خونه بود، حالا این روزا که کس سر کار نمیره. ضمن راجع به خونه بودن، برنامه‌های تلویزیون آمریکایی رو نگاه کنید، می‌بینید همه‌شون یکی یکی به عنوان قرنطینه از خونه دارن برنامه اجرا می‌کنن. اولی که ما رو انداختیم 3000 دلار اجاره می‌دادیم آفیس و اینا، بعد دیدیم ما اونجا شدیم قهوه‌چی. طرف میاد میگه سوربی جان کافی کجا؟ میگیم اونجا. میره اونجا میاد میگه دیکاف ندارین؟ فردا میرین دیکاف می‌خریم. بعد میاد میگه کلمبیان کافی ندارین؟ گفتم آقا من احمقو بگو، به جایی که این مردک وقتی داره میاد زنگ بزنه بگه من دارم میام سوربی، الان دم استارباکس هستم میخوام برای خودم کافی بگیرم، تام کافی میخوای یا نه، میاد اینجا انتظار دارم. بستم اومدم قشنگ نشستم تو آفیس خودم. باز در اون قسمتم من اولین کس بودم که آمدم نشستم اینجا، گفتم من چرا برم منتظر علی و تقی و نقی و خسرو و داریوش و این و اون باشم، هی داد بزنم مهندس، میام میشونم اینجا این کارا. ولی دوستان خوبی داشتم که کمک کردن من یاد بگیرم، چون تنها امکان نداشت. ممنونم از سعید، ممنونم از پتیک، ممنونم از اون بیژنی که تو هلند بود، حتی از این کاوه دیوانه ممنونم. البته اون اقدر احمقه که این همه چی از من یاد گرفت، یه دفعه نگو آی سوربی ممنون. البته ماها که معلم بودیم دبیر بودیم احتیاج به این نداریم که شاگرد بیاد ازمون تشکر کنه، چون ما منتظریم وقتی میام حالا ماشین اون خط افتاده باشه، لاستیکمون پنچر شده باشه و اینها، وقتی این کار نشده میگیم چه شاگردای خوبی بودند. ولی یه بار خداییش گفت، همین کاوه گفت که اگر من دایی یا عمویی داشتم دلم میخواست مثل شما بود. نمیدونم شاید منظورش این بود که مثل من ساده باشه، همه امکانات تلویزیون رو بذارم در اختیارش، وقتی که اصلا من اینو نشناختم ندیدم، تلفنی باهاش صحبت نکردم، به خیر گذاشت. در صورت آقا وقت نازنینت رو برای این احمقات تلف نکن، خواندم بابا وقت خودت رو تلف نکن، سواد درستی نداره این نویسنده. ببین مانی جان، ببین عزیز خوشگل برادر، من با همین روش ساده الان گواهی شما رو اینجا دارم که شما هم مهر استمپ زدی رو کون این خانم سلطنت طلب که آقا اینا اصلا بی سوادن، اگه نمیخوندم کجا مردم میفهمیدن که اینا چی هستن. پس من باید بخونم بیام اینجا منتشر کنم تا گواهی و تایید شما رو هم بگیرم. ممنون و متشکرم. و بریم سراغ، بله آقا این اخلاقی گروه تشکیل میدن به جون اجازه خواندن بابا اینا. آره حالا که شما رو صحبت از گروه میکنی، یه چیزی هم گروه هایی که تشکیل میدن شما رو بهش اضافه میکنن، نمیدونم حقیقتش همشون بدون اجازه میتونن یا نه، ولی اگه بدون اجازه این کار کرده باشن شما میتونید برید خودتون رو از اونجا از کانورسیشن یا گفت و شنود و اینها دیلیت کنید، بیارید بیرون، یا اونا رو بلاک کنید، یا اگر جوین کردید خودتون به دلخواه دی جوین این جوین اند جوین، ولی نمیدونم چی بگیم، یعنی اون چیتون رو پس بگیرید. امروز قرار بود، یعنی من قرار گذاشته بودم که با آقای امیر حسین لادن برنامه‌ای داشته باشیم، ایشون در همین کارهای تهیه و تولید و نوشتن و اینها مشغول بودن و نتونستن. از اون طرف چون ساعت 12 شب سال ما به اصطلاح ایرانی تحویل شده، احتمالاً دوستان فامیل و اینها هم دور هم بودن که من اصلا پیشنهاد نمی کنم. شما باورتون نمیشه من و همسرم قرنطینه هستیم،
و از اون ور به مادرم میگم من نمیام، نمیخوام خدای نکرده تو بیمار بشی. از اون ور بچه هم میگن بابا نیا که ما بیمار مریضت نکنیم. یعنی ما این وسط موندیم تا ببینیم، امیدوارم یه هفته دیگه این تموم بشه. و اگر همه روز اول دو هفته این کار کرده بودن این تموم میشد میرفت. به قول اون آقای دکتر فاچی این کرب یا این منحنی فوری میرسید به بالاش بعد میمد پایین، ولی الان اینجوری داره میره. احمق بلند شده رفته فلوریدا، رفته کنار دریا، پسر جوونه. از این احمقتر پدر مادرش که پول سفر این رو دادن، پدر مادرش که وقتی پول سفر رو 3 ماه پیش داده بعدن بهش نگفته ببین پول سفر تو دادیم، اولا پس میدن چون همه چیز دولت باطل شده، دوما اگه پسم ندن فدای سر من، فدای سر پدر بزرگت، فدای سر مادر بزرگت، فدای سر پدر مادرت، نرو. کر خرا رفتن اونجا با پسر مس 18 سالش مس صحبت میکنه، میگه چرا اومد اینجا؟ میگه آقا اگه قرار کرونا بگیریم میگیریم، اگرم گرفتیم گرفتیم دیگه. این کر خر رو باید وقتی آمد 2 هفته کنار حیات توی داگ هاوس نگه داری، یه خوراک بندازی جلوش با یه بطری آب، بگی تا فردا همینجوری بمون 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 2 هفته که این ویروس بمیره اگه تو بدنت، بعد میاریم داخل خونه. خب ولی پدر مادرها که این کارا نمیکنن، اصلا ما پدر مادرها ساخته نشدیم برای این کار. خب ببینیم که یه نفر از ایران زنگ زده، حالا یا شانس و یا اقبال. آقای ارشاد میخواست برنامه بذاره، متاسفانه خوردیم به این اوضاع و احوال. از اون ور آقای مطلبی اظهار آمادگی کردن که تو برنامه ایشون باشن. من حقیقتش یک کمی دیدم باز برمیگردیم، یادم 2-3 بار من این کار کردم. یه بار آقای اجلالی با آقای ضیا مصطفی‌زاده، یه بار آقای مهجور با آقای عزیزان، و من اون وسط مادریتور یا میوندار یا مجری، اونجا مجری نیستی شما، مربی هم نیستی، داور شدم که آقا این 3 دقیقه صحبت کنیم. که و خیلی جالبه، هر 4 تای اینها به من گفتن آقا شما به اون یکی بیشتر وقت دادی، و من مجبور شدم اینا رو تکی تکی کنم. اون وقتا وقت داشتم، خول بودم، به قول آقای مانی میگه آقا خولی ولشون کن، براشون فرستادم گفتم آقای مهجور ببین شما که میگی اون 22 دقیقه صحبت کرده، شما 28 دقیقه. آقای اجلالی شما که میگی ضیا مصطفی زاده بیشتر صحبت کرده، اون مثلا 30 دقیقه صحبت کرده، تو 40 دقیقه. ولی ذات بشر اینه. و من گفتم که نه، بهترین کار همین کاری که آقای حسن ارشاد داره انجام میده. و امروز هم قسمت 2 قسمت برنامه جدید فرستادن که دیروز ضبط کردم براتون نشون میدم. حالا حتی اگه بخوان درباره یه چیزی هم زنده صحبت کنیم، همون یه مهمون آدم داشته باشه بهتر. من چند روز پیش، قبل از این قرنطینه میشه بگم 2 هفته پیش، نوهام اینجا بودن و دیدم ماشاءالله حالا که اینا 3 تا شدن، 2 تاشون حرف میزنه، اون یکی هم مثل کلاغ قارقار میکنه، اصلا کنترل اینا که مشکله، هیچی سر و صدا زیاده. خندیدم گفتم از این به بعد هر کدومتون میخواین بیاین باید به ما بگین تا نوبتتون بدین. خب خانم من که میدونی دیگه، خانم ها تا اسم نوه هاشون میاد، تا اسم بچه هاشون میاد، مثل گربه های جنگی دندون هاشون، و اگر اسم نوه هاشون هم بیاری چنگول هاشون و اینا میاد بیرون که دیگه هیچی، ما زدیم رفتیم. در صورت فکر کنم اگر آقای مطلبی میخواد ویدیو بسازن بفرستن، من پخش میکنم. اگر آقای ارشادم که همین کار خوبه انجام بدن، اگر نه مایل هستن که به اصطلاح برنامه‌ای زنده داشته باشن، تماس بگیرن تا ببینیم چه جوری میشه انجام بدیم. ببینم این پیامه که از ایرانه چیه. 23 ثانیه. الو. صدا آقای ارشاد. حالا این پیامگیر و اینا وقتی زنگ میزنید دوستان حرفتون رو بزنید. سلام، خسته نباشید آقای سروی، عید باستانی رو خدمت شما بینندگانتون تبریک عرض میکنم. خواستم خدمت شما عرض کنم که ظاهرا آقای مطلبی مطرح کرده بودن که آماده هستن با این حقیق صحبت بکنن. من هم اعلام آمادگی میکنم و منتظرم که ایشون تعیین وقت بکنن تا در خدمتتون باشم. خب
خب شما میدونید که توی ایران میگن وقت اول سال عوض میشه، نمیدونم حالا چی شد، ما دیشب سال تحویل شد تا گفتن دینی اون ساز و دهل زدن، یه ساعت بردن جلو یه ساعت بردن عقب، ماجرا چی شد؟ الان ساعت چنده توی ایران؟ بزنیم تایم این ایران و بعد براتون بگم که مشکل من چیه. تایم این ایران اوکی. الان که اینجا 3:16 هست، اونجا 10:46 شبه، یعنی این دوستان 7.5 ساعت از ما جلوتر هستن. حالا از این وحشتناکتر تایم این استرالیا، ببینید که توی سیدنی مثلا تایم چیه، 6:16 AM. و خیلی مشکله. من ساعت 2 یعنی یه ساعت و قبل ساعت 5 صبح برنامه شروع کنم با آقای مطلبی زنگ بزنم، بعد از این ور میشه 12:30 آقای ارشاد، این یکی کار داره اون یکی خواب یا از خواب بیدار شده. اینه که واقعا ببینید یه چیزی رو من یاد گرفتم از آقای شهرام ایران بومی، خواستن در حد توان توانستن است، و الا خواستن زیاد و اینها انتظار و دیریم و آرزوه. صحبت از آقای شهرام ایران بومی شد، دیروز با ایشون صحبت کردم و اینجا نوشتم اگر بشه ما چند دقیقه با ایشون صحبتی داشته باشیم. خیلی قشنگ راجع به کرونا صحبت کرد و ببینم که هستن ایشون. بله 2:42 من آقای ایران بومی سلام، سوربی هستم. به نظر میاد ایشون داره برنامه رو تماشا میکنه، چون من به ایشون گفتم که شما برنامه رو ببین بعد من بهتون تماس میگیرم، چون مطمئن نبودم که آقای فرزاد نیساری امروز ساعت 2:30 میان، آقای امیرحسین لادن ساعت 3 میان، و فکر میکردم ساعت 3:30 با آقای شهرام ایران بومی باشم. حالا وقتی زنگ میزنم صدای تلویزیون خودمون یا صدای، میدونید این روزان دوستان از وسایل زیادی استفاده میکنن اینا رو میبینن. و یه چیز دیگه دوستان، این وبسایت مردم تیوی رو وقتی باز میکنید، اون مردمتیوی.com توی کامپیوترتون که هست اپ و مپ و اینا هم نمیخواد، قشنگ اونو این پایینش میگه بفرستید، بفرستید به خودتون یا بفرستید به صفحتون، بعد روی صفحتون دارید. خیلی هم باور کنید از تلفن، از تلویزیون چیز، از وبسایت سریعتر کار میکنه. نگاه کنید من اینجا گذاشتم، الان مثل اپ میشه، یه آپشنی داره یا یه گزینه‌ای داره تلفن ها که شما وقتی یه وبسایتی رو داری. اصلا من از روز اولم فکر کردم این ساختن اپ فلسفهش چی بوده، مگه ما بدون اپ قبلا زندگی نمی کردیم؟ لازم بود این همه شنگول و منگول داشته باشیم رو برنامه‌مون؟ میخواستی آقا بری بانک کوفت نگاه میکردی، کوفت بانک امریکا نمیدونم فلان، میخواستی بری بانک زهرمار میزدی بانک زهرمار.com. حالا همشون مجبور کردن شما رو یه جاسوس بذاری. اینجوری فکر کنم جاسوسی هم نباشه. شما مردمتیوی.com رو که باز کردید، حالا بهتون نشون میدم یه چیز اینجوری که میاد، این پایینش این آیفونه، یه باکس، یه مربع، یه فلش یا یه پیکان داخلشه، اینه که میزنید یکی از آپشناش اینه. بعدم میبینید تبلیغ والنتاین هست، والنتاین موتورز اینک، تبلیغ آقای ماز جبرانیه، شما میتونید تبلیغتون اینجا داشته باشید. یک کار جدیدی که انجام دادم، حالا این قدیمی ها که همیاری و اینا هیچ، میبرتون خیلی آسون، اگه پولی داشته باشید ازتون میگیره. اون کار قشنگ و زیبای ما این هست، نگاه کنید اینجایی که با فارسی نوشته تلویزیون مردم و این بالا که نوشته تلویزیون مردم، از هر جای دنیا که باشید روش کلیک کنید شما رو میبره به پلیلیست یا مجموعه ویدیوهای موجود مال سوربی، به اصطلاح پلیلیست.
پلیلیست سوربی با مردم و اونجا ویدیوها رو میتونید، ویدیویی که این خانم رو آتیش زده و بالا و پایین همه جای سوزونده، این یکی بوده مال 13 شما هم اگر ندیدید برید نگاه کنید. پس چی شد؟ میاین اونجا صفحه مردم تیوی، اولا این مردم تیوی رو به صورت یه اپ، به صورت یه آیکون، به صورت یه آیکون روی وبسایتتون، روی چیتون نگه دارید، روی صفحه به اصطلاح دسک، اینا مالا دیگه دسکتاپ نمیدونم این یکی دیگه چی شد، چون دسکتاپ یعنی روی میز کارتون، دسک یعنی همون میز کار، تاپ هم یعنی رو. ولی حالا ببینیم آقای ایران بومی هستن، امیدواریم کامپیوتر اینا رو خاموش کنن ما بتونیم با هم صحبت کنیم. آقای ایران بومی سلام، سوربی هستم، میخواستم عکس صفحه فیسبوکتون رو بدم ولی دیدم خودتون نشستید با این عکس صفحه فیسبوک رو بذارین ممنون. جدی؟ اوکی، اینجوری خود. پس دوستان خیلی خوشحالم که با آقای ایران بومی تماسمون برقرار شد. من یه چکیده ای گفتم راجع به این برنامه کرونا و فلسفه کرونا، ولی اون چیزی که شما دیروز به من گفتید باور کنید من تا ساعتها بعد داشتم فکر میکردم که آقا این عجب فلسفه‌ای بود و چجوری شما مغز ما رو به کار انداختید. من همیشه از دوستان خوبم ممنونم که با سوالاشون، با چیزهای جالبی که میگن، این باقی مونده مغز ما رو به کار میگیرن. آقای ایران بومی، تصویر صفحه فیسبوک شما که به همون اسم خودتون خیلی ساده داره نشون داده میشه و صدای شما هم داره پخش میشه، منم ساکت میشینم و از شما یاد میگیرم. بفرمایید این شما و این هم شنوندگان و بینندگان، ضمناً سال 1399 رو به شما و خانواده گرامی تبریک میگم. بفرمایید. با سلام به شما و بینندگان شما و تشکر از اینکه این فرصت روز اول سال 1399 به ما دادین و در اینجا میخواستم قبل از اینکه شروع بکنم به یاد پسر خدا بیامرزم که سال گذشته متاسفانه فوت شد، برای تمام انسانهایی که الان با ما هستن اطلاعات جدیدی هم بدم که شاید بدونن که در این کارزاری که ما را انداختیم، مجلس اروپا از هفته گذشته به پشتیبانی از ما اومده و الان نمایندگان مجلس اروپا سعی دارن میکنن که با دولت آمریکا یک رابطه ایجاد بکنن که این قوانینی که بر علیه ایران و ایرانیان که هیچ ربطی به دولت ندارن و فقط به عنوان یک انسان زندگی میکنن و زیر سوال ببرن که چرا دولت آمریکا با ما ایرانیان چنین رفتار نامناسبی میکنه. این ابتدا فقط اطلاع برای شما بودش و در رابطه با هفته گذشته شاید شنیده باشین در کنار برنامه ماجرای کرونا، دادگاه عالی آلمان یک حکم مخصوصی داد. نمیدونم آیا شما در این رابطه برای شنوندگانتون اعلام کردین که ممنوعیت کمک به مرگ خود خواسته در آلمان لغو شد. یعنی دادگاه قانون اساسی یک قانونی که در آلمان بود که ممنوع میکرد که اگه کسی میخواد خودخواسته فوت بکنه، این قانون رو الان دادگاه عالی لغو کرد. آیا در این رابطه شما اطلاعاتی برای بینندگان داده بودید؟ نه، ولی میدونم توی آمریکا این بحث بود، حتی یه دکتر خیلی معروفی بود، ولی اینجا متاسفانه وقتی این بنیادگراها سر کار میان اینا رو برمی‌دارن عوض میشه. و حالا شما بفرمایید تا ما راجع به آلمان هم متوجه بشیم که من فقط خود این ماجرا یک بحث خیلی بحث بزرگی در جامعه آلمان بود و هست که آیا انسان حق تعیین سرنوشتش رو داره و جزء حق سرنوشت یک بگه از مسائل بنیادین قوانین آلمان اینه که شما باید اختیار زندگیتون رو داشته باشین. آیا اختیار زندگی انتخاب انتهای زندگی هم هست؟ آیا شما میتونین بخواین تصمیم بگیرین که دیگه کی نمیخواین باشین؟ آیا باید دولت ها این حق رو داشته باشن که آزادی پایان دادن زندگی رو اگه دست خودشون بگیرن؟ آیا پایان دادن زندگی وقتی با درد و با زجره، وقتی که شما دیگه به دستگاه ها وصلی و راهی برای زنده بودنتون نیست و فقط درد میکشین، آیا این مانع دسترسی انسان ها که خودشون
بعد از مدت‌های زیادی با مشاوره به نتیجه رسیدن که این درد و رنج همانند یک بدبختی میمونه و این لازمه یک زندگی با وقار نیست. آیا این درسته؟ که دادگاه آلمان قانون در آلمان بود، ماده 217 قانون جزایی آلمان، در اینجا بحث زندگی و مرگ آقای ایران بومی فریز شد. میخواید تماس که میگیرم شما ویدیوشو خاموش کنین که به اصطلاح فقط با آدیو باشیم و قدرت بیشتری داشته باشه، این بندویت بیشتری داشته باشه. بله اگه لطف کنید ویدیوتون رو خاموش کنید. ویدیو رو من خاموش کنم؟ آره، این صفحه بین اون قرمز و چی؟ آره اینجوری آدیو قدرت بیشتری داره. بفرمایید. بله تا اونجایی که توضیح دادید که آیا این زندگی هست یا اون دکترا وقت ترجیح میدن که این به اصطلاح قبول میکنن که این اینجوریه، حالا به اصطلاح میشه کسی کمک بگیره؟ خب حالا بله بفرمایید دنبالش رو و به ما بگید که از کی قابل اجراست. این ماجرا سر به هر حال یک بحثی که شروع شده و تموم شدنی هم به احتمال زیاد نخواهد بود که تا چه حد یک انسانی ممکنه حق سرنوشتش رو خودش داشته باشه و حق تعیین سرنوشتش رو. و در اینجا دادگاه عالی این قانونو که مجازات میکرد افرادی که در یک ارگانیزاسیون بودن، در یک گروه بودن و سعی میکردن به عنوان یک ارگانیزیشن کمک بکنن برای اینکه شما بدون درد و رنج فوت بکنین، در اینجا گفتش که اجازه ندادن به این انجمنها و این اداره ها و این بیمارستان ها و این گروه ها غیر قانونیه و این حق سرنوشت یک حق هر انسان هستش که باید داشته باشن. اینو من فقط گفتم کوتاه براتون توضیح داده باشم که ما از زمان مرگ خودمون خود به خود بیخبریم. اینو لااقل همه ما میدونیم که فوت خواهیم کرد، ولی زندگی ما هم میدونیم ابدی نیست. همیشه ما بین دو تا واقعیت زندگی میکنیم، بین خوابیدن و بیداری، بین سکوت و فریاد، بین زن و مرد، بین تاریکی و روشنایی، و اینکه در چه موقعی ما قربانی چه نوع تصمیم میشیم و چه جوری ما حق اختیار رو باید داشته باشیم که زجر نکشیم. این اصل کار بودش که دادگاه میخواست بگه که هر لحظه ممکنه که غروب زندگی ما شروع بشه و طلوع آفتاب فردا رو ما دیگه نبینیم. هر لحظه ممکنه که ساعت 9 امروز ما برابر با ساعت 10 شب و 10 شب برابر با 12 شب بشه و 12 شب همون صفره و صفر در واقع نیستی نیست، بلکه اون 12 شب که ما در اروپا میگیم ساعت 24 زمان جدیدی شروع میکنه و وارد ساعت 25 میشیم، ساعتی که زندگی به نحوی شاید تموم شده باشه ولی ادامه‌ش هم در اون کائنات هنوز هست. و این برمیگرده حالا به بحث ویروس. ما اگه بخوایم اینو بحث که در حال حاضر که اول نوروز هستیم ببینیم که چی شد که چنین شد. من روی صفحه فیسبوکم یه کتابی گذاشتم که اگه شما این کتاب رو نشون بدین شاید بد نباشه، که تقریبا 1981 در یک کتاب به طور دقیق حتی نوشته شده که در سال 2020 از چین، حتی منطقه چین هم گوارده شده که امکان این که چنین ویروسی که ما امروز در دنیا داریم هستش که این ویروس تمام دنیا رو بگیره. این کتاب امروز چاپ نکرده، این کتاب مال دیروز هم نیست و خیلی خیلی قدیم اومدن و تحقیقات به هر حال آژانس‌های اطلاعاتی بوده و یا آژانس‌های امنیتی بوده که تونستن متوجه بشن که بعض از کشورها دارن روی سیستم‌های بیولوژی کار می‌کنن به عنوان اسلحه، که حالا به چه علتی در سال 2019 دقیقاً اونجور که کتاب نوشته شده بود که به 2020 به دنیا این صادر میشه، میتونیم ببینیم که در حالا سازندگی این مدت‌ها پیش شروع شده بود. و این ویروس یک نوع ویروسی مخصوصی هستش که برعکس ویروس های دیگه روی متال میتونه زنده باشه. شما میدونین که معمولا دستشویی ها شیر آب جنسشون از
مدل متال هستش. و اینو چرا از رو متال میذارن؟ برای اینکه روی اون ویروس کمتر میتونه زنده باشه. حالا این ویروسه که مدل شماره 7 هم هستش، من حالا کدشو نمیخوام چه تکرار کنم طولانی بشه، و این مدل هفتمی هستش که از در مورد 20 سال پیش تا حالا مهندسی ویروس سازی تهیهش کرده، درستش کرده، توانایی اینو داره که تا 1 متر دور از موجود زنده و بالخصوص روی آهن آلومینیوم زندگی کنه. زندگی هم که میتونه بکنه، البته ویروس زنده نیست، چون بهتون میگم ببخشید ویروس زنده نیست، ویروس یک پارتیکولاره، ویروس خودش بیشتر از یک موجود هم که نمیتونم بگم چون در واقع زنده نیستش، موجود نیستش، ولی احتیاج به یک باز قد شد صداشون، احتیاج به یک میزبان داره. بله بله ببخشید. بله تا اونجایی که گفتید ویروس خودش زنده نیست، احتیاج به یک میزبان داره احیانا، و این اولین ویروسیه که روی سطوح فلزی هم میتونه زنده باشه. الان جدیدن تو آمریکا مصاحبه که میکنن، به جایی که برن نزدیک طرف میکروفون دستشون باشه، میکروفون رو با یه چوبی به قول خودشون با یه بوم میگیرن از دور که حداقل 6 فوت یا 2 متر 1.80 سانتی متر فاصله داشته باشن. و این حالا شما میگین نگید موجود، این موجودم نیست، یه چیز واقعا همه رو به اصطلاح به تعجب واداشت. بفرمایید. نمیتونم من بگم جسمه. جالبی کاری اینه که در حال حاضر تحقیقات نشون داده که اولا که ویروس ها سامخونه های دنیا هستن، تو دنیایی که ما زمینه، تو جهانی که ما هستیم، ویروس ها قبل از ما اینجا بودن، بعدش باکتری ها بودن، آمیب بودش و و و. من را وارد قسمت بیولوژی انسان نمیشم که آیا ما انسان ها از اول در ابتدا یا به همین شکل که میخونیم الان هستیم بودیم، یا تکامل پیدا کردیم، یا چیزی که الان اتفاق افتاده در لابورهای چین، آیا خود این ویروس اومده خودش رو تغییر داده برای اینکه برای کلمه نیشه رو به کار میبرن، نیشه، برای اینکه ویروس های قبلی، شیشتا برادر قبلیش، توانایی زندگی در روی آهن و فولاد رو به این نحو نداشتن. و این ویروس، حالا بارم بگم نمیدونیم، ما من حداقل نمیدونم که آیا مهندس ساز بوده، از قصد بوده، یا اینکه نه این خودشون یک بیفوکاسیون داشتن، یک تغییر جهشی داشتن و این موتاسیونش باعث شده که تغییرات جدیدی رو در سیستمش به وجود بیاد که و مدل روی بدنه این ویروس که یه ویروس چاق و چله هستش، ویروس تنبل هم هستش، ویروس تنبل و چاق و چلهی که باید 4 متر توی مری توی گلو مثلا بمونه تا بتونه حرکت بکنه، باید یواش یواش بره جلو، مثل بعض ویروس ها نیستش که اگرسیو باشن. و این ویروس خاصیت که داره مثلا اینه که خیلی مشکوک هستن، تواناییش اینه که در وارد بدنهای افراد مختلف که بشه، میتونه در اونجا در گرما و از شکر که در اونجا تولید شده در بدن و حسبش استفاده کنه، که مخصوصا افراد مریض و دوم افرادی که سن بالا دارن رو نابود کنه. حالا ویروس ها معمولا زندگیشون از زندگی ها میتونه وجود ویروس احتیاج داره به یک موجود، یعنی ویروس در واقع نمیخواد بدن شما رو بکشه، چون اگه شما بین برید ویروس هم جا دیگه نداره. ولی واسه اینجاست که شک هستش که مدلی که این ویروس هست افراد پیر و افراد مریض که در حال حاضر خیلی مخارج زیادی در چین و خیلی جای دیگه تولید میکنن را از پا در میاره. ما اگه بدونیم که این ویروس سیستمشو از قدیم شاید به همین نحوی که الان ما داریم میگیم نبوده، ولی یادم نره در کل جهان 108 میلیارد انسان تا حالا تقریبا زنده بودن، 108 میلیارد از روز که تقریبا میگن که دنیا به وجود اومده 108 میلیارد انسان تا حالا زنده بودن. تا وسط 2019
7.7 میلیارد بشر هنوز روی کره زمین زنده هم. 7.7 میلیارد در برابر 108 میلیارد، یعنی در حال حاضر 7% جمعیتی که تا حالا انسان‌هایی که تا حالا روی کره زمین بودن دارن زندگی میکنن. این عدد داشته باشه 7%. در کشورهای مثلا مثل چین یا کشورهای مثل آلمان مثل آمریکا ما میبینیم که افرادی که مریض و سن بالا هستن به شدت رو به افزایش هم و مخارجی که باعث دولت ها شده و به شدت جوری که اقتصاد ملی‌ها رو زیر سوال برده. حالا این سوال اینه که آیا این خود ویروس اینقدر اینتلیجنت و باهوش بوده که در لابور به وجود نیامده، بعد خودش در طبیعت برای اینکه یک میزانی به وجود داره که افراد سالم ادامه زندگی داشته باشن به وجود اومده، یا از قصد این تئوری که حالا این طرف میگن از قصد دولت ها بعضی از بس همین جناب آقای ترامپ هم کلمه به کار بود کلمه مسخرهش کردن، ولی من فکر کنم آقای ترامپ اگه خیلی چیزاشو قبول نداشته باشم در یه جایی این حرف زد و شما هم البته زیر سوالش بردین، ایشون گفتش که این ویروس چینیه. یاد میاد آخه آقای ایران بومی، چینی ها میگن که این ویروس ساخته و پرداخته آمریکاست، و از این جالبتر اینه که دو سه روز پیش یک ریپورتی اومد که گروهی که بازرسی میکنن آزمایشگاه های ارتش آمریکا که اینها مشغول ساختن بایو وپن یا اسلحه‌های نمیدونم چی بهش بگیم، این اصلا که مثل اون گاز خردل یا ایجنت اورنج بود چی بود اورنج نه ایجنت، اینا گفت که ما آزمایشگاه ها اینا رو میسازیم ولی انقدر آزمایشگاه ها خوب ساخته نشدن که اینها درز نکنن لیک نکنن بیرون، و به همون خاطر اینو بستن. الان شما این چیزایی که گفتید دو سه تا مشکل یا معضل بزرگ یا سوال بزرگ که بعضی هاشم به دسیسه میره مطرح شد. مثلا یکیش این که تعداد پیرزنا و پیرمردا اینایی که کار نمیکنن، ولی از اون طرف مصرف خوراک نه مصرف هزینه نگهداری بهداشت قرص دوا اینها و خیلی زیاده، چون بعضیا میگن که این ویروس به همین خاطر ساخته شده که پیرزنها و پیرمردها رو از بین ببره. البته دوستان ایرانی لطف میکنن میگن که ساخته شده اونایی رو که انقلاب کردن از بین ببره. نظر شما در این موارد چیه؟ بفرمایید. ببینید من نگفتم که این تئوری رو قبول دارم، من فقط بیان کردم که چنین تئوری گفته میشه، اصلا نگفتم هم عقیده هستم. بلکه من اگه بخوام بگم که تئوری که میشه به کار برد که یه مقداری با چیزی که شما گفتین فرق داره، تئوری من اینه که الان با نهایت شدت دنیا داره به طرف تغییر ارزش‌ها میره، و از دید من ما با این ویروس یک حرکت قرنطینه جامعه مصرفی داریم، قرنطینه جامعه مصرفی که یعنی فرهنگ و اقتصاد سوال برده. ما مجبوریم با دارایانون کاری نمیتونیم دیگه بکنیم، ما مجبوریم مسافرت نریم، ما مجبوریم اون عادتهامون رو ترک بکنیم، ما مجبوریم برای اینکه زنده بمونیم از همدیگه دور باشیم، ما مجبوریم شبکه‌های حمل و نقل که سوار هواپیما می‌شدیم هر دفعه می‌رفتیم مسافرت رو دیگه به کار نبریم. یعنی ما یاد می‌گیریم الان با یک لباس شاد باشیم، ما یاد می‌گیریم با یک محبوب توی یک خونه باشیم، چیزی که قدیما وقتی که تا دو ماه پیش بود شرف می‌رفت سر کار با 20 نفر اینور اونور می‌نشست قهوه می‌خورد، الان شما باید بتونید ارزش‌های نوعی کشف کنیم. شاید ما بتونیم تو این قرنطینه مثلا چیزی که فراموش شده به دست بیاریم. خیلی نکته جالبی هست. برای اونایی که شکایت میکنن بگیم که شاید این فرصتی شده که خودمون رو بشناسیم و روش زندگی رو عوض کنیم در جهت بهتر شدن. بهتر شدن رو نمیدونم، ولی ما روش زندگیمون رو باید تغییر بدیم، و اگه سوار یک راکت باشه و به عنوان یک فضانورد شما رو امروز بفرستن 1399 به طرف کره زحل و شما 6 ماه بعد به کره زمین،
شما مطمئنن میبینین که درک از اختصاص و درک از معنویت و درک از کنار هم بودن تغییر کرده. نمیتونه یک هفته انسان ها تو خونه باشن، اونم این همه میلیارد آدم، اونم در آن واحد در هم آمریکا، هم آلمان، هم ایران هزاران نفر دارن میمیرن از نزدیکان ما. و ما میفهمیم که خالی بودن زندگیمون در واقع این نیستش که الان ویروسه باعث شده، بلکه چقدر دنبال پول و کار و سرعت بودیم ولی زندگی معناش فرق داره. و امروز که روز اول ساله شاید بتونیم روی این فکر بکنیم که این بحران اقتصادی، این بحران ارزش ها شاید دوباره به ما امکان اینو داره میده که بفهمیم چرا ما در اینجا دنبال انسان زنده هستیم، چرا کلیسا نمیتونه دیگه کمک کنه و واتیکان باید بسته بشه، چرا وقتی که انسان ها خودشون برای خودشون بت‌هایی ساختن که اونها میخوان بهشون راهنمای زندگی کنن، خود اون بت‌ها، خود اون افراد هیچ کاری نمیتونن بکنن. رمز خوشبختی رو در انتظار میخوام بگم، در امسال 1399 باید در خودمون بشناسیم و شاید یادمون نره قبل از اینکه کائنات به وجود بیاد، قبل از اینکه دنیا به وجود بیاد، قبل از اینکه بیگ بنگ به وجود بیاد، آرامش بود، سکوت بود. سکوت، آرامش باعث تغییرات شد. و شاید در این مدت که ما باید در قرنطینه های مصرفی در خونه خودمون باشیم باعث بشه که بعد از اینکه بیایم بیرون با افکار جدیدی بیایم بیرون و با انسانیتی برخورد کنیم که ما جسم خاکی هستیم، در زم روح هم داریم و ما روح هم رسش که میتونه به هم دیگه نزدیک بشه. بسیار ممنونم آقای دکتر ایران بومی. اجازه بدید من در اولین روز سال 1399 باز هم یادی کنیم از فرزند شما، روان شاد، یادش گرامی باد و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. همچنین امیدواریم که امسال ما شما رو بیشتر داشته باشیم و هر روز با خبرهایی بهتر حتی در رابطه با کرونا. خیلی ممنون که این اطلاعات رو به ما دادیم. شما همیشه با ما هست. خیلی ممنون، متشکرم آقای ایران بومی. ببخشید. امید دیدم. بله متاسفانه بعضی وقتا وقتی که این اسکایپ رو ما استفاده میکنیم، چون این دوستان اسکایپ رو روی کامپیوترشون دارن، روی لپتاپشون دارن، روی تلفن دستی دارن، اینها وقتی که زنگ میزنیم میبینیم میکروفونش رو اون یکی برمی‌داره، دوربینش رو اون برمی‌داره و اینو باید یه مقداری دقت کنیم. ضمناً دیدم که آقای ارشاد باز لود کردن، زنگ زدن. سعی می‌کنم نزدیکای ساعت 4 که شدیم با ایشون یه تماس چیز داشته باشیم اسکایپی، اگر خواستن امروز برنامه زنده بریم یا نصفش زنده، چون بعد از برنامه ایشون ما برنامه نداریم و تکرار این برنامه ها میشه. و یکی از دلایلی که شما باید به قول معروف در موردش فکر کنید و برنامه بذارید در تلویزیون مردم همینه که ما برنامه کم داریم، مثل جایی که مسافر کم داشته باشه به شما بیشتر میرسه. هواپیما دیدید این روزا یه نفر اینجا نشسته یه نفر اونجا، خب این 4 تا مهموندار هر کدومش میشه در خدمت شما، البته اونا میرن میشینن، کاری به شما نداره. در صورت ممنون و متشکرم. چیزایی که آقای دکتر شهرام ایران بومی عنوان کردن یه مقدار احتیاج به فکر داره. خبر خوب این که الان وقت زیاد دارید، در خونه هستید، میتونید فکر کنید. ضمناً آقای اکبری و آقای خرسندی هم هر دو لطف کردن، گفتن که بایو وپن همون اسلحه‌های شیمیایی میشه. خیلی ها این آمریکا به ایران میگه تو اسلحه اتمی نداشته باش، ولی خودشون نشستن دارن توی آزمایشگاه اسلحه شیمیایی درست میکنن، اسلحه شیمیایی که فروختن به صدام، صدام بر علیه کردها استفاده کرد، برای مردم خودش استفاده کرد، اسلحه شیمیایی که از سر از سوریه در آورد این بشار اسد بر علیه مردم استفاده کرد. و اینجا هم من یه نوشته‌ای دارم گذاشتم، گاهی وقتی سر بزنید به فیسبوک ما بیاین و به اصطلاح اینا رو نگاه کنید. من سعی میکنم شما رو با
چیزای مختلف بمبارمان تبلیغاتی نکنم، چون دیدید طرف آقا هر چی گیرش میاد برای شما میفوسه. حتما شما در چند روز گذشته این دختر خانمای کوچولو، یکی شیرازی یکیش تهرونیه، دیدید اولا من ببخشید اینو میگم، به بعضیا میگم آقا بنده مثل شما بچه باز نیستم دنبال بچه‌ها باشم، بچه‌ها رو به حال خودشون رها کنید، بچه‌ها باید زندگی بچگانه داشته باشن، بازی کنن، بعد بزرگ بشن تصمیم بگیرن. اون بابای احمقی که بچهش میبره تظاهرات و راهپیمایی مجاهدین، اون یکی میبره برای شاه اللهی، اون یکی میبره برای حزب اللهی، اینا با هم هیچ فرقی ندارن. بچه‌ها رو شرکت ندید در این خواسته هاتون به خاطری که نمیخواید $10 بدین یه جایی از بچه‌تون نگهداری کنن. دندت نرم تو هم نرو. بعد بچه‌ها رو نیان، حالا اگه یه حرف قشنگی زد بشونین، تمرین کنه اینو بگه. خانمه دختر خانمه میاد با ناز، خوشگل، زیبا، لباسی که برای این دخترها میپوشید، بعدن خود اینا به شما میگن من راضی نیستم این لباس برم باشه اون روز. مگه من به شما نگفتم تو خونه بشینید؟ به چه زبونی بهتون بگم؟ انگلیسی بگم؟ یکی به این دختر خانم بگه خانم اگه کسی الاغ باشه، چه شما به زبون انگلیسی بهش بگی، چه ترکی بهش بگی، چه فارسی بگی، چه لوری بگی، اون الاغه، نمیفهمه. حالا دوستمون آقای دوست خون از خلیج فارس اعتراض میکنه که چرا آقا به ما الاغا، به ما خرها توهین کردید. در صورت دوستان این ویدیوهای بچه‌ها رو برای یکدیگر نفرستید. امروز آقای بزرگمه که انسان شریفی هست، تو کارهای هنری وارده، تو تئاتر کار کرده، سینما کار کرده، اینجا پرموتر بوده، یه ویدیوی فرستاد، اونم حتما دیدید، یه خانم احتمالا 20 ساله 18 ساله یه جوان ایرانیه و آمده چادر و چاخچور، بعد میگه آره بذارید من بهتون ورزش نشون بدم چجوری با این هولی هوپ، چیه این چیزایی که میبندن دورشون میرقصن، این دایره ها که من هیچ وقت نتونستم یه بارم دور کمرم بچرخونم ورزش اینا. برای ایشون نوشتم آقای فرید بزرگمهر نگاه کن عزیز من، یا این ویدیو قلابیه که شما داری در نشر و پخش ویدیوی قلابی شرکت میکنی بی جیره و مواجه، یا این ویدیو اصلیه. اگه این ویدیو اصلیه، اینا اینقدر خرن، اینا اینقدر احمقن، اینا اینقدر لو کلاسن، چه جوریه من و شما حریف اینا نشدیم تا حالا 41 سال و با فرستادن اینها شما به دیگران نمیگید بیا نگاه کن دشمن من کیه، ولی من احمقتر از این، من ضعیفتر از این، حریف این نمیشم. جوابی ندادم. ولی یه خانم آمریکایی اومده راجع به گفته‌های ترامپ شارلاتان و دروغگو صحبت کرده و گفته ترامپ باید در یک پروگرام تلویزیونی شرکت کنه به نام شت شو. شت شو یعنی برنامه گوهی. و من واقعا دیدم این خانم درست میگه. حالا بریم پایین‌تر، این آقای خوشتیپ رو به اون خانم سلطنت طلب و دوستان دیگه که معمولا سلطنت طلبن، خیلی ها طرفدارای ترامپ معمولا سلطنت طلبن، که ای کاش این شاه که پیام میده از اون دنیا پیام بهتون میداد، اگه این امروز نه اون ویدیو اصلیه که ویدیو رو اون خانم ساخته، ولی این که آمده باشن ادای دختر حزب اللهی رو در آورده باشن، اونو من میگم. بعد تازه من میگم بر فرض که این دختر حزب اللهی امروز آمده به مغزش رسیده این کارو بکنه، خب من و شما چرا داریم این رایج رواجش میدیم، پخشش میکنیم؟ با دیدن این چه چیزی به ما ثابت میشه و چه کاری من بعد از اون باید انجام بدم که مؤثر باشه؟ اینو به من بگی. و الا اون ویدیو، حالا ما که نگفتیم فتوشاپ بوده یا به اصطلاح ویدیو نمیدونم افکت بوده درستش کردن، ما میگیم بله یه خانم اومده روسری مشکی چادر مشکی پوشیده اینجوری، دستاش هم دستکش و قنبلش هوا میکنه، دلا میشه، سلا میشه، فلان، اونو حرفی نداریم. ما دوتا حالت چه در نظر میگیریم، یا اینکه این ویدیو رو یه نفر که اسلامی نیست ساخته، دوست پسری دوست دختری وایسادن میخوان مزاح کنن وقت تلف کنن، یا اینکه یه نفر اسلامیه. شما به من بگو کدومش رو. بله هولا هوپ، بله اسم اون دستگاه که دور کمر میچرخه هولا هوپ یا هولا هوپ، بله این کرونا ویروس آنست گورنمنت اد، این یکیشه روی فیسبوک من هست، دیگریش این
قیافه این آقای خوشتیپ و هندسامه با این دندونای مصنوعیش که بعض وقتا دهنش که خوش میشه اون چسبه ول میشه میافته رو هم، به جای یونایتد استیت میگه یونایتد شیت. بعد این هم اونجایی که بهتون گفتم نوشتم بفرما، این هم برای دوستانی که قبول نمی کردن که آمریکا و کشورهای دیگر هنوز هم در آزمایشگاه ارتشی به فکر ساختن ویروس‌های کشنده بوده و هستند. حالا بهترین زمان برای بستن این آزمایشگاه‌های مرگ‌آفرین هست. نظر شما چیست؟ متاسفانه چیزایی که اینجوریه احتیاج به خوندن داره، احتیاج به تحقیق داره. بیاین نگاه کنید ببینید چند درصد. آقای کاووسی نوشته 100%. 100% چی؟ 100% زمان اینه که اینا رو ببندیم. 100% این آزمایشگاه‌ها دارن درست میکنن، لیک میکنن. بعد آقای دکتر رضا سلامی همشهری ما نوشته NWO ای فکر میکنه همه میدونن نیو ورد، نمیدونم اوردر، نمیدونن. آقا توضیح بنویس. و دیپ استیت، دیپ استیت یعنی دولت در سایه، دولت پنهان که همه دنیا یه مدت صحبت میکردن که 300 نفر دنیا رو میچرخونن، این حقا هم هی میخواست اینو به من غالب کنه. من بهش میگم آقا اولین کسی که اینو باید باور کنه خودت هستی، قبول داری؟ میگو بله اون که من قبول دارم. میگو خواهی قبول داری برو خونه، اونا دیگه دارن تصمیم میگیرن، تو در مقابل اونا هیچی. ما اشکالمون اینه که نمیتونیم. ببینید طرف میگه تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگاه بگویم که تو کیستی. یا طرف بهت میگه آه تو به من بگو دو دوتا میشه چند تا، من بر اساس پاسخ تو باهات صحبت میکنم. اگر تو یک دیوونه شالاتانی باشی مثل ترامپ که بگی دو دوتا میشه 8 تا، من میام از اون طرف باد. ولی این ترامپ شارلاتان 2 دقیقه میگی 2 تا میشه 5 تا، وقتی برمیگردی میگی 2 تا میشه 6 تا، من تازه گفتم من میشه 6 تا. و نمیدونم اگر خدایی هست، اگه طبیعتی هست، دولتی در سایه و شادو گورنمنت و دیپ استیتی هست، نمیدونم نیو ورلد اوردری هست، واقعا یه کاری انجام بده. میگه که ببینید با امتی که در به جایگاه ویروس را میشکند، که در جایگاه ویروس را میشکن، این ویروس آخونده از ایران نخواهد رفت. من متوجه نمیشم در به جایگاه ویروس را میشکنن. آها من شنیدم که رفتن در امام رضا را شکوندن برن. من میگم شما چرا ناراحتید؟ بذارید اینا برن ماچ کنن، هم میگیرن بمیرن، با وجودی که ممکنه این دوره چیز رو طولانی کنن، ولی بذارید برن. بله خانم ایوان پری کجا بودی؟ یه مدت نبودی. این سرفه خوش که شما من را ناراحت کرده. عزیزم 4 ساعت دارم حرف میزنم و متاسفانه امروز آبی که آوردم الان انداختمش اینجا، یه آب کوچولو انقدی بود بهت نشون بدم. من معمولا خیلی آب میخورم. اتفاقا با آقای لادن هم گفتم یکی از کارهای خوبی که ایشون انجام میده لیوان میاره تو برنامه حرف میزنه. شما وقتی داری حرف میزنی، مخصوصا این کرونا، میگن دهانت رو هر 15 دقیقه‌ای به اصطلاح مرد آب بخور، دیهیدره نشی. و و اگر ویروس کرونا همین الان مانی که صحبت کرد از طریق این آمده باشه، وقتی آب میخوری به جای اینکه بره توی ریه و قسمت تنفسی، میره توی معده و از معده میره بیرون. اینه و میدونم، ولی من معمولا بطری انقدی ندارم، ولی این روزا آب بطری بزرگی نمیاد، این آوردم و چشم. حالا یه چی برات بگم آقای مانی خورسندی، من از شما رو نداشتم واقعا چه خاکی بر سرم میریختم. یکی گفت خاک کاهو، بعدا گفتیم چرا خاک کاهو، گفت برای که کود انسانی بهش میدن. عجب دوستایی داره. من چند هفته پیش اگه برنامه همون نگاه کنید، توی برنامه گفتم که من سردرد نمیگیرم و 2 هفته پیش 2 روز سردرد گرفتم و به خانمم گفتم اصلا بلدم نیستم سردرد چجوریه، چون وقتی نگرفتی که نمیدونی چجوریه. همین گفتم اینجا هم درد میکنه، اینجا هم درد میکنه و اینها. و میدونی قبلا یه چیزایی میگفتن که اگر سرت درد بگیره و اینها، سرماخوردگی اگه بدنت باشه آنفولانزا است. من برم یه آب بردارم بیام این صدای مردم رو نشون بدم. پلیر 4
میام الان خدمتتون. مهندس یه بطر آب بیار اینجا. نموردم برگشتم و یه بطری بزرگ جانانه آوردم. خب کجا بودیم؟ نوشته ها رو. بله، چرا ترامپ ویروس کرونا رو ویروس چینی می نامد؟ بعد گفتم میتونم دیشب مسخرش میکردم، میگفتن این حتی بچه های خودش هم میگه این بچه زنه، اسم زنشو میاره بچه اوناست، چون هر چیزی که بد باشه به این هم میخواد بچسبونه و همه خوبی ها رو که اصلا هم نداره میخواد به خودش بچسبونه. بله، حالا میگن که من میگم به خاطر جان پر ازش پزشکان و پرستاران در خانه بمانید که قادر باشند بیماران را معالجه کنند. شوهر خانه من 5 روز پیش از کرونای لعنتی رفت و خیلی های دیگر، خدا رحمتشون کنه. ولی من فکر نمی کنم جان دکتر بیشتر از جان اون کسی که میاد آشغالا رو میبره ارزش داره. همه اینا مساوی هم. اگه همین اینایی که میان آشغال میبرن یا یه روزی پیدا نشه، از لحاظ بهداشتی دکتر هم هیچ وقت نمیتونن من و شما رو خوب کنن. در اصلا متاسفم بعضی از این دکترها از بین دارن میرن و دولت این برنامه های ترامپ رو نگاه کنید. وقتی میاد یه مشتی دزدی هم پشت سرش میان وای میسن، اولا همه اونا منو یاد شاه و مفتخورای دوربرش میندازه که همه میگفتن تحت رهبری ها و اوامر ملوکانه شاهنشاه آریام این مردکه پنس هر دوتا جملهی که میگه 3 بار دستمال میکشه، این ور اون ور واکس میزنه. خایه هم نداره که این کوفتی ترامپ. و واقعا اصلا من تعجب میکنم آقا، یعنی ما این همه اومدیم اینجا آمریکا که آمریکا این بشه؟ یه شالاتان دوز، کسی که از اول عمر چشمشو که باز کرده کارا غیر قانونی کرده، کارا غیر اخلاقی کرده، این بشه رئیس جمهور و مانند یه دیکتاتور تصمیم بگیره؟ و این خانمه میگه بدون اجازه اوباما که این نمیتونه لغوش کنه. ای ننگ بر شما، ای خاک بر سرتون، نه ایران چیزی بلد شدین نه اینجا چیزی یاد گرفتین. این داستان این است که کدام عضو بدن رئیس بدن است. آفرین. هر کی میگه ما یه برنامه‌ای داشتیم آقای مانی، این دوست ما از خلیج فارس، ضبط و پخش، اون ضبط میگن ما پخش میکردیم، خیلی جالب بود. میگفت همه میگن که قلب کنترلش در اختیار شما نیست، ولی شما از خودت سوال کن آیا مغز کنترلش در اختیار شماست؟ خیلی کارهایی که ما انجام میدادیم ریاکشن یا عکس العملایی هست که اصلا کنترلش دست ما نیست. و ایشون توی 30-40 تا برنامه شادم بیشتر که داشت هفتگی بود خیلی در این مورد یا موارد صحبت میکرد. بله، میگه که آقای سربی روزی 3 دفعه بینی خود را با آب و نمک بشورید و مواظب باشید. من یه چیزی حالا براتون بگم، خوب شد شما اینو گفتی. من اولین بار که رفتم دکتر دندون پزشک تو آلمان بود، بعد از 2 سال که تو آلمان بودم، 30 سالم شده بود رفتم دکتر. گفت آخرین بار کی بوده دکتر بودی؟ گفتم هیچ وقت نبودم. این فکر کنم من آلمانیم خوب نیست. گفت نه، منظورم نه اینجاست، کشور خود. گفت آقا من اصلا دکتر نرفتم و هنوزم که هنوزه، هم خودم هم مادرم الحمدلله دندونام خوبه. و ماجرای نمک رو براتون بگم. من یادمه توی دهات ایران هر وقت اینا خوراک میخوردن یا تو قهوه خونه ها نمکدون رو اینجوری میریختن دو دستشون، یکم آخرش میخوردن یا دست میزدن توی نمک، بعضی ها حتی دندوناشون رو با نمک، بعضی ها با زغال، با زغال های پودر شده. حالا یه چیز بهتون بگم، من مسواک میزنم بعد دهنم میشورم، بعد با مسواک نمک میزنم به دندونام.
و گلو و زبون روی زبون و تا صبح این گلوی شما باز راحته. ولی الان عزیز برادر، ما به یک خانمی گفتیم کاکو، گفت فهمیدم که شیرازی نیستی و الا شیرازی ها فقط به مردا میگن کاکو. من بهش گفتم من فهمیدم که تو شیرازی نیستی، هیچی شیرازم نبودی، چون اگه بودی وقتی وای میسی از یکی آدرس میگیری اون بهت نمیگه آبجی، میگه کاکو جون از اینجا برو اونجا، کاری هم نداره تو زنی مردی. اتفاقا نشون میده ما شیرازی ها چقدر به اصطلاح مرد و زن رو در یه سطح میدیدیم، اصلا بالا و پایین و این خانم این آقاش این بانو این فلان نبود، به همه میگفتیم کاکو. بگذاریم، در صورت کاکو جون ممنون و متشکرم که اینو گفتی، منم به دوستان بگم دوستان از امروز یادتون باشه مسواک میزنین، فلاس میکنین، فلان اینها، بعد آخر شب که میخواین بخوابین، مخصوصا اگه مثل سربی لوزه نداری و از صبح زود بلند میشی حرف میزنی رو تلفنی رو اسکایپی این برام 4 دقیقه است با بره پلاقای اشراف اینو میخواد صحبت کنه یا بریم، حتما یکم نمک بذارید تو دهنتون، مطمئن بشین همه جای دهن رو پوشونده و ببینید چجوری نفس خوبی میکشین. و اما کمیته خرید در نیویورک گفته میاد کمک کنه به اونایی که به اونایی که میخوان به اصطلاح فروشگاه برن و اینها. میخواستم آگهیشون رو نشون بدم، یه خانمی به نام مونا زرین کلک در رابطه با سرشماری امسال 2020 قرار بود خبر بده، ما تا حالا خبری نشده. بله ببینید آقای اکبری که مال خاک پاک شیرازه میگه اتفاقا کاکو گفتن زن و مرد نداره. دوستان اجازه بدین من همینجا ازتون خداحافظی کنم و یادتون باشه تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، وای برای مردم. و حالا که آقای ایران بومی گفت مردم دیگه نمیرن پولاشونو بیرون خرج کنن اینا، پولاتونو بفرستین برای تلویزیون مردم. روز روزگار بر شما خوش.